بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شرکت کنندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم. خب تقریبا بعد از 12 سال، سال 88 بود که فکر می‌کنم اولین دوره برگزار شد تو همین جا. مدرسش آقای پائولو جینری بودن که ما هم اومدیم و توش کلاس شرکت کردیم. با توجه به پیشرفت والیبال تو کشورمون و اینکه خب نیاز بودش بعد از اینکه حالا 20 نفری بودن تو این سالها کار میکردن، یه سری ها اومدن مربی شدن، یه سری حالا رفتن، نیاز بودش که ما یه سری افرادی رو به عنوان آنالیزور تربیت کنیم که حالا چه در تیم‌های ملی، تیم‌های لیگ برتری و اونطور که گفتم با توجه به پیشرفت والیبال که خب ما الان می‌بینیم تو صد دسته یکم خیلی از تیم‌ها نیاز دارن که علاقه دارن که تو تیمش تو کادرشون داشته باشن. اما توجه به این که خب شاید توی اون 12 13 سال پیش هنوز خود مربی ها هم خیلی آشنا نبودن با علم آنالیز، ولی خب الان با توجه به این که مربی ها هم این تسلط رو دارن، با آنالیز آشنا هستن، خیلی دوست دارن که تو تیم هاشون حتی تو اگر شروع فعلا تو مسابقات استانی شرکت میکنن آنالیزور داشته باشن. به همین خاطر با صحبتی که با کمیته آموزش صورت گرفت قرار شدش که ما یه دوره رو حالا آقای مهرگان تاکید هم داشتن که زودتر اینو برگزار بکنیم که عزیزانی که حالا تو این دوره شرکت میکنن حداقل سال آینده بتونن مشغول به کار بشن اگر فضا براشون به وجود بیادش. خب من خیلی از عزیزانی که اینجا میبینم، خب علاوه بر اینکه خیلی علاقه داشتید، پیگیر بودید، خیلیاتون سوال میکردید از کمیته آموزش که کی دوره هست یا نه، علاوه بر اون یه سریاتون هم حالا من شناختم که کار کردید، حتی تو شاید سطح تیمای دسته یک استانی کار کردی و فکر میکنم همه تون با اصول کلی آنالیز آشنایی ابتدایی دارید. من خودم ببینم که سطح عزیزان در چه سطح هستش. حالا میگم ما شرایطی هم که گذاشته بودیم حداقل مدرک مربیگری درجه 2-3 بودش، همه اکثرا من دیدم تحصیلات کارشناسی، همه فکر میکنم با کامپیوتر هم مسلط باشه، فکر نمیکنم کسی مشکلی تو این زمینه داشته باشه. یه فایل پاورپوینتی رو من توی گروه گذاشتم براتون که حالا اگر میتونید روی لپتاپتون حالا با وب واتساپ اون فایل رو دانلود بکنید. این فایلی هستش که من گذاشتم اینجا. خب چون پیش نیاز این که شما بخواید با نرم افزار کار بکنید این است که حالا علاوه بر دانش والیبالتون با زبان انگلیسی آشنا باشید. دستتون همونجور که توی حالا شرایط کلاس هم اعلام کرده بودیم خدمتتون توانایی تایپ دو دستی رو داشته باشید، بتونید خیلی سریع تایپ انگلیسی رو انجام بدید. یه فایل، این فایل رو گذاشتم اینجا، همتون دانلود بکنید اینو توی لپتاپاتون. توی اینجا یه معرفی از خودتون رو به زبان انگلیسی، چند سالتونه، از کدوم شهر اومدین، تحصیلاتتون چیه، چقدر آشنایی با آنالیز دارید، چقدر توی چه رده‌هایی کار کردید، یه معرفی از خودتون رو توی این بخش داشته باشید. حالا هر خلاقیتی رو که دارید رو روش اضافه کنید. اگر عکسی دارید از خودتون، میخوایم ببینیم که چقدر بلدین با پاورپوینت، بلدین کار بکنید، این رو داشته باشید توی این پیج اولش. بعد من یه متن انگلیسی، یه پاراگراف خیلی کوچیکی رو در مورد والیبال هستش رو اینجا میخونم، هم شمارده هم میخونم. شما اینو توی این قسمت باز تایپش بکنید. حالا بهتون فرصت هم میدم که حالا توش به صلاح کار تنظیمات چیزشو انجام بدید. سه تا عکس هم اینجا هستش، سه تا عکس. من میخوام که این تیم این طرف که اینجا قرار گرفته رو ارنجش رو برای من بنویسید که توی این حالا این کادری که فضا براشون داشتم اگر بتونید یه زمین والیبالی رو طراحی بکنید که 6 منطقه داشته باشه و تو اون وارد بکنید که چه بهتر. اگر نه بنویسید منطقه 1 مثلا کدوم بازیکنه و اینکه حالا فکر می‌کنم شناخت داشته باشه. حالا میگم حالا چیزی هستش که مثلا میگم توی این تصویر شماره 13 پاسورشون هستش و مشخص کنید که توی این اسلایدی که گذاشتم اینجا این پاسور اصلا پاسور چنده، پاسور 1 2 3، اینو مشخص کنید و نفرات هم هر کس تو منطقه‌ای که هستش رو مشخص بکنید. این رو شروع کنید انجام بدید تا بعد یه فایل به اصطلاح اکسل هم الان براتون میفرستم توی گروه که این رو هم دانلود بکنید. اینجا هم باید ببینید اینجا حالا
این فایلی که من اینجا گذاشتم نحوه امتیازگیری تیم‌های لیگ برتر تو سال 98 بوده که مشخص کردیم که مثلا تیم ورامین تو هر سه به طور میانگین 13.45 امتیاز از اسپک گرفته، 2.72 از دفاع، 90 صدام از سرویس و 6 امتیاز و خورده از خطای تیم مقابل. این مال همه تیم‌ها اینجا در شده. تو این قسمت باید میانگین این فرمول میانگین رو توی اینجا اعمال بکنید و که ببینید که مثلا به طور متوسط توی لیگ ایران هر تیم مثلا توی لیگ ایران تیم‌ها از اسپک توی هر سه چند امتیاز میگیرن. یه خیلی ساده است، یه فرمول میانگین رو بعد اینجا اعمال بکنید توی این ردیف. حالا من این فایل رو هم میفرستم، اون پاورپوینت ها رو هم شروع کنید کارش رو انجام بدید تا بعد اون متن رو هم براتون بخونم. یه اولوش 20 دقیقه تا 30 دقیقه هم وقت دارید. ببینید اینجا مثلا این ارنجی که هستش، یه نفر یه بازیکن شما منطقه 1، یکی بازیکن منطقه 6. نه میخوام که مشخص کنید که الان بازیکن منطقه 3 کدوم بازیکنه، بازیکن من و کنارش هم بنویسید که مثلا آره نه پستشون نه. ببینید برگه ارنج رو دیدید که چه جوری هستش که یه چیزی شبیه اون رو میخوام طراحی کنید که توش وارد بکنید. من این چیزا رو تو گروه دوباره بفرستم. تو این تصویر که تقریبا همشون شماره ها مشخصه، این شمارهش 19 است. حالا اگر میخوان یادداشت بکنید یا چیزی هست، این هم که 11 است، بقیه هم که مشخصه. توی این تصویر این که جلوتره شماره 12 است، مشتاق میرزا جانپوره. اینجا هم این شماره 14 است، پزشکی شماره 14، 10، 19، 5، این هم 2ه، شماره 2. بله اینجا هم که همونه، این باز شماره 14 است دیگه، بقیه هم که گفتم دیگه. ببینید اصلا کار به اینکه اونا چی هستش نشه باشه، اینجا ما یه سری عدد و ارقام داریم دیگه. میانگین هر کدوم از این اعداد رو که این به اصطلاح این رو بعد توی این قسمت بزنید، هر مال این ستون اینجا، این ستون اینجا رو هر کدوم توی اینجا قرار بدید. همونطور که خدمتتون عرض کردم، فکر می‌کنم شما با مفاهیم اولیه آنالیز آشنا هستید و همونطور که در جریان هستید، یک آنالیزور در ابتدا قبل از این که بخواد به تحلیل بپردازه، بخواد بازی رو تحلیل بکنه، باید از توسط نرم افزار اتفاقات بازی رو به صورت یه سری کدهای مشخص شده وارد نرم افزار بکنه و بعدش بر اساس اطلاعاتی که نرم افزار به ما میده کار تحلیل رو انجام بدیم. خب ما برای بحث کار آنالیز دو تا نرم افزار هستش، یعنی تا سال 2015 دو تا نرم افزار دیتا ولی و دیتا ویدئو بودش که شما میتونستید نرم افزار رو خریداری بکنید، یه لایسنس با یک قفل سخت افزاری بهتون میدادن که این در اختیار شما قرار می مادام العمر این مال شما بودش، هزینه‌شو پرداخت میکردید، لایسنس به نام خودتون ثبت میشدش و نرم افزار رو داشتید. از سال 2015 شرکت دیتا پروژه اومد این نرم افزار دیتا ولی و دیتا ویدئو رو با هم دیگه ادغام کردش. نرم افزار دیتا ویدئو هم نرم افزاری هستش که باهاش کارهای مونتاژ ویدئویی رو انجام میدیم، فیلم آنالیز رو درست می‌کنیم، می‌خوایم تحلیل بکنیم از رون استوری و وابسته است، یعنی خود نرم افزار دیتا ویدئو به تنهایی هیچ کاری رو انجام نمیداد. بعد یا آنالیزور بعد توی نرم افزار دیتا ولی بازی رو اسکات می‌کردش، کد می‌زد، اون کد رو می‌بردش توی دیتا ویدئو با فیلم همسان سازی می‌کردش تایماشو و بعد از دیتا ویدئو یه سری خروجی‌های ویدئو رو می‌گرفت. از سال 2015 شرکت اومدش این دو تا نرم افزار رو با هم دیگه ادغام کردش، شدش نرم افزار دی وی 4 و دیگه کارهای ویدئویی رو هم تو همون نرم افزار دیتا، تو همون دی وی 4 انجام میدیم، یعنی ما دیگه نیازی نداشتیم که یه نرم افزاری هم به اسم دیتا ویدئو داشته باشیم، تو همون نرم افزار کارهای ویدئویی، کارهای مونتاژ، کارهای آنالیز رو هم انجام میدادیم. و از زمانی که این نرم افزار رو ارائه کردش، اومد لایسنس رو به صورت سالانه به فروش گذاشتش، یعنی شما وقتی که لایسنس رو به حدود اولوش 700 دلار یا 700 یورو خریداری میکنید، یک سال اون نرم افزار رو در اختیار دارید تا روز آخری که تمام بشه نرم افزار دیگه قفلش کار نمیکنه. الان من این دیدم این قفل دی وی 4 هم هستش، لایسنس هم تموم شده دیگه، الان من دی وی 4 ندارم که بخوام با دی وی 4 کار بکنم. بعد از اینکه یک سال باز دوباره بعد شما تمدید بکنید و دیگه نیازی هم نیست که دوباره یه قفل جدید به شما بره، رو همین قفل لایسنستون تمدید میشدش. که خب در حال حاضر هر کدوم از شما ان شاءالله بعد از این بخواید
وارد این کار بشید مجبور هستین که از این نرم افزار، چون بچه هایی که دارن هیچ کدوم نمیفروشن نرم افزار قدیمیشون و عملا هیچ ساپورتی هم از طرف شرکت رو نرم افزار قدیمی انجام نمیشه. شما به عنوان یک آنالیزور که در حقیقت یه اپراتور هستید، به نوعی یک مترجم هستید، مترجمی هستید که زبان والیبال رو تبدیل میکنید به زبان نرم افزار. شما تمام اتفاقات بازی رو از زمانی که سرویس یک رالی شروع میشه، یه سرویس هستش، بعد از سرویس چیه؟ دریافته، بعد از دریافت پاس هستش، بعد از پاس اسپک هستش، بعد از اسپک دفاعه، بعد توپگیریه، بعد پاس برگشته، بعد حمله است. تمام این اتفاقات رو بعد به صورت یه سری کدهای مشخص پشت سر هم وارد بکنید و نرم افزار خودش هیچ کاری رو انجام نمیده، شما هستین که باید این رو وارد بکنید. خب مطمئناً الان براتون یه کار غیر ممکنی هستش که ما چجوری میتونیم تمام این اتفاقات رو که بازی داره انجام میشه تحلیل بکنیم، ارزیابی بکنیم، اینها رو وارد کنیم. ولی خب این مهارتایی هستش که بر اثر تکرار و تمرین به دست میاد. نگران نباشید، الان تو شروعش ممکنه شما حتی روی کاغذ هم نتونید بنویسید اینها رو، ولی بعد از اینکه وارد بشید توی محیط و برید تمرین بکنید، قطعا به این توانایی دست پیدا خواهید کرد. خب این تعریف ها رو، حالا این پاورپوینت رو فکر می‌کنم تو کلاس مربیگری تدریس شده، چون بحث تحلیل و اینا هستش من خیلی به اینا نمیپردازم، میرم سراغ خود بحث کد زدن. این در مورد این توضیح دادم که فرآیند آنالیز چیه، در سه مرحله انجام میشه، چه اطلاعاتی رو نرم افزار به ما میده، چه اطلاعاتی رو ما میتونیم از نرم افزار به دست بیاریم، چه جوری به چه اطلاعاتی بیشتر اهمیت بدیم، اینا رو توضیح دادم که حالا تو کلاس‌های آنلاینمون بیشتر در مورد اینها صحبت خواهیم کردش. این فایل پی دی افش رو هم تو گروه گذاشتم که اگر حالا خواستید توی لپتاپتون هم مقابلتون باز باشه بتونید ببینید. خب هر تکنیکی توی والیبال که اتفاق میفته توی حین بازی اتفاق میفته، یک کد مختص به خودش رو داره. یعنی برای هر کدوم از تکنیک های والیبال که عرض کردم توی یک رالی اتفاق میفته، هر کدومشون یک کد اختصاص به خودش رو داره که هر کدوم از این کدها همونطور که میبینید از چهار قسمت تشکیل میشه. یک قسمت مین کد هستش، یه قسمت ادوانس کد هستش، یه قسمت اکستندد کد و قسمت کاستوم کد هستش که به این چهار قسمت، که هر کدوم از این چهار قسمت هم باز دوباره خودش از یه سری اجزا تشکیل میشه. خب تو شروع هم شما در همین حد که بتونید این قسمت مین کد ها رو وارد بکنید کافی هستش. یعنی توی ابتدا ما هیچ توقعی نداریم که شما کل اینا رو بزنید، حتی کسایی که چندین سال هم کار میکنن نمیتونن توی حین بازی تمام این کدا رو حین بازی بزنن. تو مرحله اول شما فقط نیاز هستش که اون قسمت مین کد رو خوب یاد بگیرید که قسمت اصلی هستش و اون رو بتونید وارد بکنید. خب مین کد از چه قسمت‌هایی تشکیل شده؟ در وهله اول وقتی که تو بازی اتفاق میفته، ما باید مشخص بکنیم که اون اتفاق توسط کدوم بازیکن از کدوم تیم انجام گرفته. یعنی ما میایم توی شروع مسابقه یک تیم رو به عنوان تیم هوم در نظر میگیریم و یه تیم رو به عنوان تیم اپوننت، این تیم مقابل مشخص میکنیم. مثلا ما بازی تیم ایران و آمریکا رو داریم میخوایم کد بزنیم، من آنالیزور تیم ملی ایران هستم، میام تیم ایران رو به عنوان تیم هوم در نظر میگیرم و تیم مقابل رو به عنوان تیم اپوننت توی اون فایل براش معرفی میکنم. حالا مثلا میگم توی لیگ من خودم این کار اون اوایل انجام میدادم، فکر میکردم مثلا وقتی ما میریم مثلا تو شهر خودمون مسابقه داریم، وقتی میریم تو شهر دیگه بعد تیم اپوننت رو مثلا خودمون بزنم، سخت میشد کار خودم. نه، شما وقتی که تو هر با هر تیمی که هستین، وقتی میخواید اون تیمو کد بزنید، تیم خودتون رو تیم هوم در نظر بگیرید و تیم مقابل رو. حالا ممکنه برید توی مسابقه ای دو تا تیم دیگه است، حالا اونجا فرقی نمیکنه که کدومو تیم هوم بگیرید یا تیم اپوننت، ولی به طور کلی ما باید تو شروع مسابقه مشخص کنیم که کدوم تیم هوم هستش و کدوم تیم اپوننت هستش. تیم هوم رو برای اینکه ما وارد بکنیم، وارد چیز با این علامت ستاره در نظر میگیریم و تیم مقابل رو با ای کوچیک در نظر میگیریم. منتها خب وقتی ما دو تا داده داریم که می‌بینیم یکی همیشه مشخص است، نیازی نیستش که حالا براش یه علامت مشخص هم بذاریم. پس برای تیم خودمون وقتی هر اکشنی، هر تکنیکی توسط تیم خودمون داره انجام میشه، تیم خودمون منظورم اون تیمی که به عنوان تیم هوم تعریف کردیم، همیشه خودمون
زمانی که تیم خودمون رو داریم میگیم آره همیشه خودمون هم در نظر بگیریم. وقتی که میخوایم یه اکشنی رو از یه بازیکن از تیم خودمون، از تیم خود منظور از تیم هم در نظر بگیریم، نیازی به وارد کردن علامت ستاره نیستش. یعنی شما لازم نیستش که ستاره رو بزنید بعد بزنید. شما وقتی که یه شماره بازیکن رو 10 وارد کنید، 11 وارد کنید، هر عددی رو که وارد بکنید، نرم افزار به طور دیفالت وقتی که بدون ستاره، بدون هیچ چیزی وارد بشه، اون رو از برای تیم خودمون در نظر میگیره. ولی هر اکشنی که از تیم مقابل صورت بگیره باید قبلش یه علامت ای کوچیک رو قرار بدید. در قسمت دومش ما شماره بازیکن رو داریم که شماره بازیکن از شماره 1 میتونه شروع بشه تا 99. یه عدد دو رقمیه، یعنی ما عدد سه رقمی نداریم توی شماره بازیکن که میگم. و عدد 1 تا 9 هم لازم نیست که مثلا ما 0-5 وارد بکنیم دیگه. حالا هر بازیکن، هر عددی که هر شماره پیراهنش که باشه رو باید وارد بکنیم. بعد از اینکه مین کد هستش، بعد از اینکه شماره بازیکن رو وارد کردیم، قسمت بعدیش قسمت اسکیل هستش. بذار من رو همون اسلاید قبلی باشه بعد توضیح میدم بهت. قسمت بعدی که میبینید که یک کاراکتر حرف وارد میشه مربوط به اسکیل هستش یا اون مهارتیه. یعنی یک بازیکن یک اکشنی رو انجام میده دیگه. حالا اون اکشنی که انجام میده یا سرویس یا اسپک یا دریافت یا دفاع دیگه. هر کدوم از این اکشن‌ها رو ما با یک حرف انگلیسی که اون بزرگ وارد میشه وارد میکنیم. حالا این حرفای بزرگ چی هستن؟ ما تکنیکای والیبال رو بگید: سرویس، دریافت، پاس، اسپک، توپگیری، دفاع و فریبال رو داریم دیگه. ما این 6 تا تکنیک رو داریم دیگه. حالا انگلیسیاش اسپک چی میشه؟ اتک. حرف اولش چیه؟ ای. ما وقتی میخوایم یه بازیکنی اتک رو انجام میده، حرف اولش ای رو وارد میکنیم برای اتک. خب دفاع چی میشه به انگلیسی؟ بلاک. حرف اولش چیه؟ بی. هر بازیکنی که دفاع رو انجام بده بی رو ما میذاریم. دریافت چی میشه؟ ریسپشن. حرف اولش آر. خب بگین سرویس. سرو یا سرو وارد میشه. حالا حرف اولش اس. دیگ یا دیفنس، توپگیری. حرف اولش دی. چیا موندش؟ ست و فریبال موندش. ست پاس. خب ست چون ما اس رو برای سرویس به کار بردیم، میایم حرف دومش رو در نظر میگیریم، ای. و آخرین تکنیک هم چی؟ فریبال. فریبال اف. حالا یه سوال ممکنه پیش بیاد که این فریبال منظورمون تو از فریبال چیه؟ فریبال توپایی هستش که تیم مقابل نمیتونه حمله انجام بده و توپ رو ساده تو زمین ما رد میکنه، عبور میده. و یا اینکه برعکسش هم هستش، مثلا ما اون بیشتر روی این تاکید کرده، یا اینکه دریافت تیم مقابل، ما سرویس میزنیم دریافت رد میشه میره تو زمین مقابل، لیبرو یا هر بازیکنی میاد اون توپ رو میرسونه. این توپگیری نیستش، این دریافت نیستش، این فریباله. این فریباله. و یا یه وقتایی هستش مثلا توپ میخوره به سردفاع بازیکن، انقدر ساده میادش توی زمین که دیگه مثل حالت فریبال به وجود میادش. چون یه وقتایی توپ میخوره به سردفاع تیز میادش، بعد حالت شیرجه بزنه بازیکن یا حالت توپگیری میشه، اون میشه توپگیری. ولی فریبال توپایی که خیلی ساده میاد تو زمین و ما هم تقریبا همیشه این توپای فریبال رو باید به صورت عالی و خوب برسونیم. این فریبال که خب حالا کاربردش نسبت به اینای دیگه کمتره. خب پس توی قسمت دوم ما میاییم کاراکتر تکنیکی که انجام شده رو قرار میدیم. قسمت بعدی قسمت تایپ هستش، تایپ آف تکنیک. حالا یعنی چی تایپ آف تکنیک؟ یعنی حالت انجام اون تکنیک. حالت انجام، منظور از حالت اینه که خب ما
توی والیبال یه سری حالت‌های مختلف، حالت منظورم شکل‌های اجرای مختلفه، مثلا پاس، ما پاس تیز داریم، پاس بلند داریم، دریافت پرشی داریم، دریافت موجی داریم، نمی‌دونم اسپک سرعتی داریم، اسپک بلند داریم، اسپک تیز داریم، اسپک پایپ داریم. این حالت توپ رو ما باید اینجا قسمت بعد از اینکه اسپک، یعنی ما گفتم ما باید اتفاقاتی که تو والیبال تو زمین میفته رو باید برای نرم افزار ترجمه کنیم، بگیم که یک بازیکن شماره 10 رفت سرویس زد، سرویس چی زد؟ پرشی زد. سرویس چی زد؟ سرویس موجی زدش. یه بازیکن دریافت کرد، دریافت چی کرد؟ دریافت پرشی کرد، دریافت موجی کردش. یه بازیکن رفت اسپک زد، اسپک چی زد؟ اسپک تیز زد، اسپک بلند زد، اسپک کوتاه زد. یه بازیکن دفاع کرد، دفاع هایبال انجام داد، دفاع سرعتی انجام داد. پس این حالت توپ رو بعدش باید تعریف کنیم برای نرم افزار. و حالت و مورد آخر چیه؟ مورد ارزیابیه، یعنی اینکه اون تکنیک رو به چه شکلی انجامش دادش، این تکنیک رو خوب انجام داد، بد انجام داد، متوسط انجام دادش. که برای هر کدوم از این حالات ارزیابی که هستش یک سری به اصطلاح نماد براش در نظر گرفته شده که این نمادها رو ما باید وارد بکنیم و خیلی هم مهم هستش. یعنی شاید اصلی ترین بخش قسل و سخت ترین کار توی بخش مین کد همین ارزیابی اینها هستش. چرا؟ چون شما باید توی کسری از زمان تشخیص بدین که این دریافت چی بودش، این اسپک چی بودش و این رو وارد کنید. یعنی میگم توی این قسمت، این سه قسمت اولش که خیلی ساده است دیگه، یه بازیکنی که شمارهشو وارد میکنین، تکنیکی که مشخصه، اصلی ترین بخشش این بخش ارزیابی تکنیک هستش. بعدش حالا میریم توی بحث ادوانس و اکستنددش رو جای خودش توضیح میدم خدمتتون. یو حالت توپ بودش. حالا میگم اون حالت‌ها رو توضیح میدم. حالت‌هایی که همون پاس تیز و بلند و اینا هستش. بله، بعد هر دو تا رو انجام بدید. خب این که همون بیسیک اسکیلی هستش که توی والیبال گفتم به چه شکل وارد میشه. بعد همین حالت‌های توپ. در مورد این حالت‌های توپ هم اینها حالت‌هایی هستش که توی نرم افزار استفاده میشه و باز دوباره اکثرش بر اساس حرف اولی که کلمه هستش اینجا تعریف میشه. های مربوط به بلند هستش. حالا هر کدوم از اینا با تو تکنیک‌های مختلف یه تعریف خاصی داره. مثلا برای سرویس علامت تایپ های یعنی سرویسایی که در جای یه بازیکن حالا سرویس موجی میزنه. مدیوم یا حالت متوسط هستش که مثلا مدیوم برای سرویسی هستش که حالت سرویس پرشی موجی انجام میده، با یه مقدار پرش سرویس موجی انجام میدن. کویک باز مثلا میگم توی اسپک کویک منظورش اسپک های سرعتی هستش که انجام میگیره، توی سرویس میشه حالت های سرویس پرشی انجام میده. تنس، حالا معنی خود تنس معنی شدید هستش، ولی چیزی که هستش این مثلا در مورد تنس توی اسپک پاسای تیز هستش. یا این ستا سلیقه‌ایه دیگه، هر کسی یه جوری انجام میده، ولی خود استاندارد نرم افزار برای پاسای تیز علامت تیه. و یه آدر هم داریم. آدر هم مال یه سری توپای خاص مثل جاخالی پاسور و این چیزا. خیلی ما توی چیز بیشترین حالتایی که استفاده میشه همین چهار تا، های، مدیوم، کویک و تنس. این چهار تا هستش که زیاد استفاده میشه و باید وارد بکنید. حالا توضیحش رو بهتون خواهم گفت. سرویس پرشی کویک هستش. حالا توضیح میدم روی حالت ها رو بهتون بعدش توضیح میدم. خیلی درگیر این هاش نشین که حالا فست و این میگم این چیزایی که نرم افزار برای ما تعریف کرده، این حالت های توپ رو تعریف کرده و ما ایم که از اینا استفاده میکنیم. بعضی ها از آنالیزور ها مثلا برای سرویس، مثلا میگم سرویس پرشی موجی هم مثلا های میذارم، یکی برای این مدیوم میذارم. خیلی این چیز این دیفالت خود نرم افزار است، بستگی به سلیقه و اون نوعی که آنالیزور میخواد استفاده کنه از این حالت های توپ استفاده میکنه. خب نه دیگه، خب یه تیم یه آنالیزور بیشتر نداره. حالا توضیح میدم خدمتتون.
چون ما میایم یه دونه استیج رو به صورت دیفالت تعریف میکنیم و تقریبا 90% آنالیزورها هم از همین حالتهای دیفالت و استاندارد استفاده میکنن. اگر کسی بیاد این استانداردها رو برای خودش تغییر بده، کار خودش بعدا سخت میشه برای ارتباط گرفتن و حالا گرفتن فایل و اینا. حالا اون رو بهتون توضیح میدم. میرسیم به بحث ارزیابی که گفتم مهمترین قسمت این بحث مین کد قسمت ارزیابیه، که ما باید نحوه انجام هر تکنیک رو توسط هر بازیکن رو باید ارزیابی کنیم که سرویسی که زد چجوری زد، دریافتی که کرد چجوری کرد، اسپری که زد چجوری زدش. توی هر تکنیک بهترین و کاملترین حالتی که توی یک تکنیک بشه انجامش داد و با علامت پلاس پلاس دابل پلاس انجام، انگار این علامت دو مثبت هستش، با این علامت دو مثبت انجام نشون میدیم. و بدترین حالت ممکن برای یک تکنیک رو هم که حالا مثلا میگم برای دریافت، دریافتی هستش که ما ایس بدیم، یا مثلا برای اسپک، اسپکی هستش که ما خطا داشته باشیم، رو با علامت دو منفی یا ماینوس ماینوس نشون میدیم. حالا بین این دو تا که بدترین و بهترین هستن، ما 4 تا علامت دیگه هم داریم که علامت پلاس هستش، علامت تعجب یا پوینت اسکلاماتیو، علامت ماینس، علامت اسلشه، که هر کدوم از اینها برای هر تکنیکی یه تعریف مشخص و خاص خودشو داره بر اساس اون خود تکنیک. مثلا میگم توی یکی توضیح میدم بهتون، توی سرویس علامت اسلش سرویس خوب هستش، چون یعنی شما یه سرویسی زدید که تیم مقابل دریافتش رد شده و فرصت حمله برای تیم. ولی مثلا برای توی اسپک، این اسپکی هستش که دفاع شده، کیل بلاک شده، کامل کیل بلاک شده. پس غیر از این دوتایی که بهترین و الان میگم خودت بین بهترین و بدترین هستن، اینهای وسط بر اساس اون تکنیکی که هستش تعریفای متفاوت دارن. بفرمایید سوال. حالا بهتون میگم الان تک تک اینا رو ارزیابیاشو توی هر تکنیکی جدا جدا میگم بهتون. سرویس اسلش سرویسیه که دریافت تیم مقابل رد بشه از روی تور. متوجه شدین؟ دریافت تیم مقابل سرویس میزنه، من دریافت میکنم، دریافت من بدون اینکه به پاسور برسه میره تو زمین تیم مقابل. خب این برای سرویس زننده چیه؟ یه سرویس خوب زده دیگه، خب مثبته. به خاطر همین گفتم که این من این ترتیبش اینجا نوشتم، ولی یه علامت استثنایی که داریم در مورد علامت اسلش، علامت اسلش توی تکنیک‌های مختلف یه جایی خوبه یه جایی بده. حالا اینجا درسته اینجا دوم گذاشتیم، ولی خب توی غیر از سرویس تو بقیه چیزا چون عملکرد خوبی نیستش این طرف گذاشتیم، فقط توی سرویسه که خوبه، تو بقیه تکنیکا عملکرد خوبی نیستش. حالا هر کدوم از این ارزیابی ها رو برای تکنیک های مختلف رو فیلم براتون نمایش میدم و خیلی خیلی مهم هستش این بحث ارزیابی تکنیکا، مخصوصا برای دریافت، چون بقیه چیزا تقریبا مشخصه. اسپایی که تبدیل به امتیاز میشه مشخصه شکلش، ولی برای دریافت یه مقدار سخت‌تره، چون باید خیلی دقیق روش بررسی بکنیم. خب نه، توی سطحی که شما بخواید توی سطحی مثل سطح لیگ برتر کار بکنید باید همه کدا رو بزنید، یعنی تا حالا تا اکستندد نامه ادوانس مین کد و ادوانس رو که حتما باید بزنید، حالا اکستندد ایناش چیزاست. حالا پله پله میریم جلو، حالا عجله نکن. خب اولین تکنیکی رو که می‌خوایم بررسیش بکنیم بحث اسپک است، که خیلی تکنیک مهم، یکی از مهمترین تکنیک‌های والیبال هستش. ارزیابیش رو می‌خوایم بررسی کنیم که ببینیم به چه شکل هستش. خب گفتیم بهترین حالت برای یک تکنیک رو با علامت چی نشون می‌دیم؟ با علامت پلاس پلاس نشون می‌دیم، که برای اسپک چه حالتی بهترین حالت برای اسپک تبدیل به امتیاز بشه. حالا این منجر به امتیاز شدن از چه راهی میتونه محکم اسپک بخوره تو زمین، میخواد جا خالی باشه، میخواد بخوره به دست دفاع بره، میخواد بخوره به توپگیر بره، به هر شکلی که باشه، که ما بعد از اون اسپک تیم ما امتیاز بگیره با علامت پلاس پلاس نشون میدیم. حالا یه سری حالتای خاص هم به وجود میارش. مثلا میگم ما اسپک رو میزنیم، یه نفر توپ گیری میکنه، توپ میره ته سالون، یه نفر میره به زحمت توپ دومیه رو مثلا رد میکنه، توپ دومیه منجر به چیز حمله نمیشه. اینجا دیگه ما میایم همون رو برای اسپک در نظر میگیم، دیگه نمیگیم که این اسپک رو زد، یه نفر توپ گیری منفی کردش رفتش بیرون زمین، اون یکی نتونست پاس بده. چرا؟
اگر یه نفر اسپک زدش، یه نفر تو زمین توپگیری کردش، بعد دو تا پاسور با بازیکن دیگه اومدن تعارف کردن، توپ تو زمین افتاد، آره اونجا میگیم یه اسپک مثلا پلاس، اونجا منجر به امتیاز در نظر میگیریم. ولی هر حالت دیگه که اتفاق افتاد برای اسپکی که تبدیل به امتیاز شده علامت پلاس پلاس رو در نظر میگیریم. یه دونه دیگه هم هستش که یه مقدار بین علما اختلافه، زمانی هستش که خطای تور اتفاق میفته، من اسپک میزنم تیم مقابل خطای تور انجام میده. حالا این دو حالت داره، یه موقع هستش من اسپکمو میزنم، اسپک میخوابه، همزمانم اون دفاع روی تور خطای تور انجام میده، خب این که همون اسپک پلاس پلاس انجام میده. یه زمانی نه، من اسپک میزنم توپو دفاع میپره زخمی میکنه توپو، یا یه نفر توپگیری میکنه، اونجا دفاع خطای تور رو انجام میده. تو این حالت که پیش که وجود میادش، بعضیا میان اونجا اسپک رو پلاس در نظر میگیرن و خطای تور به عنوان خطای تیم حریف در نظر میگیرن. چون شما میدونید که توی یک ست والیبال ما یه امتیازاتی رو از اسپک میگیریم، یه سری امتیازات رو از دفاع میگیریم، یه امتیازاتی از سرویس میگیریم و بقیه امتیازات جز خطای تیم حریف هستش. ولی من خودم همیشه اگر یه همچین اتفاقی هم بیفته، خطای تور انجام بگیره، برای اسپک پلاس پلاس در نظر میگیرم، چون اعتقادم اینه که اون اسپک باعث شده که اون خطا اتفاق بیفته. یه موقع هستش نه، یه موقع هستش مثلا میگم پاس دادن منطقه 4، مثلا سرعتی زن اومده بوده حمله کنه، چیز بکنه، حمله بکنه، میخوره به تور، این فرق میکنه. اینو ما میتونیم مثلا یه اتک ارور حتی برای اون بازیکن که خطای تور انجام داده، ولی حالتایی که خطای تور میشه رو به نظر من از حالت همون اسپک پلاس پلاس انجام بده. خب حالت بعدی گفتیم اینا به ترتیب بهتر تا بدتری هستش. حالت بعدی اسپک پلاس یا پوزیتیو هستش. چه زمانیه؟ زمانی اتفاق میفته که ما اسپک رو میزنیم، امتیاز کسب نمیکنیم از تیم مقابل، ولی دوباره فرصت حمله داریم برای تیم خودمون. حالا من ممکنه این اسپک رو زده باشم به دست یه توپگیر نتونست، توپگیری بد انجام بده، توپ بره بیرون زمین، به سختی پاس بدم و مجبور بشم توپ رو در اختیار ما قرار بدن، یا اینکه مثلا توپ رو بزنم به دفاع، توپ میخوره به دست دفاع، مثلا از این زیر میادش، یکی اینجوری میزنه، یکی اینجوری میزنه، در هر صورت اون تیم مقابل نمیتونه حمله بکنه، باز توپ رو در اختیار ما انجام میدن. ما هر موقع فرصت مجدد برای حمله داشته باشیم بر اثر اون اسپک، اون اسپک رو علامت پلاس در نظر میگیریم. حالا یه استثنای دیگه هم هستش که باز این دوتا تقریبا معنا و مفهومشون به طور کلی یکی هستش، ولی بعضی از آنالیزورا میان اینا رو تفکیک میکنن، بعضی ها نه. اون چه حالتیه که ما اسپک رو میزنیم به دست دفاع میخوره، برمیگرده تو زمین ما حمایت میشه و دوباره حمله میکنیم. حالا چرا میان تفکیک میکنن این دوتا رو؟ این دوتا در واقع اون اسپک فرقی نمیکنه، اسپک پلاس یا چیز، یعنی ما دوباره فرصت هم. برای این هستش که نه، برای این هستش که ما وقتی میخوایم جدا بکنیم فیلم ها رو، میخوایم ببینیم تیم اون خوب حمایت کرده، چجوری حمایت کرده، چی هست، این رو اگر از حالت پوینت اسکلاماتیو استفاده کنید یا علامت تعجب استفاده کنید، به نظر من بهتره. حالا شاید یه مقدار کارتون بیشتر میشه که حالا تفکیکش کنید، ولی بهتره این که توپایی که به دست دفاع میخوره برمیگرده حمایت میشه و ما دوباره فرصت حمله داریم رو با علامت تعجب بذاریم، و اسپک هایی که میره تو زمین تیم مقابل و بعدش ما دوباره فرصت حمله داریم و با علامت پوزیتیو نشون بدیم. حالت بعدی چیه؟ حالت بعدی اینه که ما اسپک رو میزنیم، تیم مقابل حالا یا با دفاع زخمی میکنه یا با توپگیری، به هر صورت هر کاری که انجام میده یه فرصت حمله برای تیم خودش داره، تیم مقابل داره دیگه، ما بعد از اون اسپک فرصتی برای حمله کردن نداریم، که این رو با علامت منفی نشون میدیم. حالا باز من این حالت استثنایی که حالا خیلی بازی هم کم شد اتفاق بیفته رو من میگم که بعدها یه موقع دوچار چیز نشید. یه موقع ازش ما اسپک رو میزنیم به دست دفاع، میاد تو زمین خود ما، حمایت هم میشه، ولی حمایت به شکلی نیستش که ما دوباره حمله رو انجام بدیم، توپو ساده رد میکنیم، این اسپکش میشه منفی دیگه، نمیشه اسپک ساین یا علامت تعجب، و اینها رو باید تفکیک بکنید. بعد یه اشتباهی هم هستش بعضی از آنالیزورا من میبینم انجام میدن، به قول معروف به زیبایی حرکت میان ارزیابی میکنن، مثلا یه نفر یه اسپک خیلی محکمی رو میزنه، توپ میره تو اون تیم، توپ خوب گیره، میگه خب نه این اسپک خوبی زد، اونا خوب گرفتن، ما کار نداریم که اون خوب زده، بد زده، جاخالی انداخته، محکم زده، هر مدل اسپکی که ما زدیم تیم مقابل دفاع و توپ گیری کرده و حمله رو انجام دادش میشه اسپک منفی. پس نه بگیم که نه اونا چیز کردن، اونا حالا
خوب گرفتن، ولی ما برای این هم اسپگش رو خوب زدش دیگه. نه، هر اسپگی که تیم مقابل بعدش بتونه حمله رو انجام بده علامت منفی. حالا یه تفاوت داره، ما اسپک رو میزنیم اونا هم توپگیری میکنن و تیم مقابل یه پاس بد میده نمیتونن حمله بکنن، اینجا اسپکه بازم مثبت نمیشه، چون اونجا اون اشتباه رو تیم مقابل انجام ده، نه اینکه شما اسپکت خوب اسپک شما رو گرفتن، حالا یه پاس بد دادن مجبور شدن توپو ساده بده. اینجا ما میگیریم مثلا میگیم اسپک منفی، حتی توپگیری مثبت، حالا مثلا پاس منفی، حالا میرسیم به اونجا دیگه. این ریزکاری‌ها رو بعد در مورد اسپک در نظر داشته باشیم. حالت بعدی چی؟ حالتی هستش که ما اسپک میزنیم، تیم مقابل کیل بلاکمون میکنه، دفاع کامل، و تیم مقابل از دفاع روی تور امتیاز میگیره. حالا باز این یه ممکنه اتفاق به وجود بیاد، مثلا ما اسپک رو بزنیم بیاد تو زمین ما، توپه حتی میتونستیم حمایت رو هم انجام بدیم، میتونستیم حمایت، ولی حمایت انجام نمیگه دیگه، نمیایم باز اینجا رو بگیم مثلا اسپک اینو در نظر بگیریم و بعدش بیایم دیفنس مثلا ماینوس ماینوس در نظر بگیریم، نه، اون توپا رو شما کیل بلاک در نظر بگیریم، مگر دیگه انقدر توپ ساده بوده که مثلا ما یه اسپک زدیم به دست دفاع با یک قوس خیلی زیاد توپ برگشته تو زمین، دو تا بازیکن با هم دیگه تعارف کردن نگرفتن، آره این رو میتونیم در نظر نگیریم برای دفاع تیم مقابل، ولی تو حالت‌های مختلف همه رو باید دفاع روی تور در نظر بگیریم. بله، و بدترین حالت هم برای اسپک اینه که ما از اسپک ما تیم مقابل امتیاز بگیر، دفاع نکنه، خطا بدیم، بزنیم به اوت، بزنیم به تور، پای پشخزن بیاد رو خط، یا پایپ داره میخواد بزنه، به هر صورتی ما یه خطایی رو چیز بکنیم، تیم مقابل دفاعمون نکرده، خطا انجام بدیم با علامت ماینوس ماینوس. ما الان توی قسمت ماینوس داریم داشتن فرصت حمله برای حریف. بله، داشتن فرصت حمله، یه موقعی هست که توپ جوری توپگیری میشه که اونا های بال پاس میدن، فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه، بالاخره حمله میتونن بکنن دیگه، میخوان پاس، میخوان یه جوری باشه، آره، در هر صورت وقتی تیم مقابل فرصت حمله داشته باشه، چه با یه اسپک چه با چهار اسپک، در هر صورت میشه منفی. و ماینوس ماینوس هم گفتم خطا میشه، میگم به تور بزنه، اوت بزنه، تحت هر شرایطی، مثلا میگم یه بازیکن اسپکشو میزنه، تیم مقابل دفاع میکنه و بعدش همینجوری که اسپکش میزنه بعدش میاد میخوره به تور، این خطای روتری، یا موقعی که اسپک میزنه میاد از خط وسط رد میشه، یعنی در هر صورت چیزایی هستش که با خطا میاد. حالا من چند تا از اینا رو توی اگر بازیکن اسپکش رو بزنه تو اوت و همزمان دفاع حریف ارور پوینت مثلا خط و تور بده، ما برای بازیکنم ماینس ماینس رو بزنیم، میگم اینا چون شرایط چیزه، اینا چیزایی که خاصه به وجود میاد، آره اینو بهتره که شما همون اسپک، چون بخواید اونو ببینید خطای تیم حریف تو مچ ریپورت نمایش داده نمیشه، تو مچ ریپورت خطای تیم حریف رو از چند تا خاص چیزای خاصی که بهتون میگم که از چیا هستش که نشون میده توی مچ ریپورت، به خاطر همین اگر یه بازیکن اسپکشو میزنه اوت ولی دفاع خطای تور انجام میده، اونو ما همون اسپک پلاس پلاس داره، چون گفتم چون اون اسپک، حالا درست اون اسپک رفته تو بود، ولی اون اسپک باعث شده که اون تیم خطا رو انجام بده دیگه، اونو بذاریم چه بعدن که میخوایم آخر ست مچ پول بگیریم، ما نمیتونیم یادمون بیاد که اونا یه میبینیم که اسپک هامون چیز باشه، تو اسپک ها نمایش داده بشه بهتره این که تا جزء خطای تیم، چون تو خطای تیم حریف یه بیشتر چیزی که تو ذهنمونه سرویس و ارورای اسپک هستش، که به خاطر همین ما خطای تو رو توی این حالت ها در نظر نمیگیریم، برای اسپک در نظر میگیریم. بفرمایید. اسپک که زده شده اسپک خوبی نبوده دیگه، در حال توی مشروع پورتمان وقتی آنالیز میکنیم بر اساس بازیکن میدونیم، ما از اون همون اسپکی که خوب نبوده تونستیم امتیاز گرفتیم یا نه؟ امتیاز گرفتیم؟ خب میگم اولا میگم این چیزایی که هستش شاید توی دو تا سه تا بازی یه مورد یا دو مورد پیش بیادش، این چیز، این اتفاقی نیست که تو هر بازی 10 بار اتفاق بیفته که تکرار بشه، اینا موارد خاصه، توی این موارد خاص خیلی نه چیزش بکنی، جناییش بکنی. اسپک زدیم، تیم مقابل خطا انجام داده، خطای تو انجام داده، اسپک پلاس پلاس دیگه، میگم شاید توی یک بازی یه بار اتفاق بیفته، به خاطر همین نکنید. حالا چند تا از اینا رو من روی ویدیو هم بهتون نشون بدم که بفهم. مثلا پاس داده، قدرت حمله کرده، مثلا اون یه خطی که نقد نکرد، پلاس کوپ یا مایس، سرعتی که برای چیز
آره. خب ببین ما گفتم برای خط دفاع حالا می‌رسیم به چیزای ارزیابی دفاع که می‌رسیم، خطای تور جزء اپوننت ارور حساب نمیشه معمولا توی مچ ریپورت که هستش. به خاطر همین ما تو حالت میدونم خب خطای تیم ما خطای تیم حریف میشه دیگه، امتیاز خطای حریف دیگه. ما می‌خوایم ببینیم تیم حریف از چند تا امتیاز از خطای ما به دست آورده دیگه. از چون خطای تور توی مچ ریپورت براش تعریف نشده، ما میایم اونو اسپک در نظر میگیریم. اون بازیکن پاس داده منطقه 4، من سرعت زن بودم اومدم بپرم خوردم به تور، من اینو میذاریم اسپک ارور برای تیم، برای اون سرعت زن. چون خب نه دیگه، خب این قبل از اون اتفاق افتاده دیگه، این قبل از اون اتفاق افتاده. فقط یه مورد دیگه که میخواستم بگم الان یه لحظه، نه قبل از فیلم، در مورد این اسپک های منفی، یه موقعی هستش این اتفاق تو خانومات خیلی اتفاق میفته که کیفیت پاس یه شکلی هستش که اسپوکر نمیتونه اصلا اسپک رو رد بکنه، این مجبور میشه که اصلا دریافت عالی رسیده پاسور پاس میده، ولی اصلا اون پاس قابل اسپک زدن نیستش. اینجاها اصلا دیگه ما لازم نیستش که برای اون اسپک اکشنی رو در نظر بگیریم که بیایم اسپک منفی در نظر بگیریم، یا بیایم بعد برای اون پاس در نظر بگیریم که یه پاس منفی اتفاق پاس بدی داده شده، ولی برای اسپک نیازی نیستش که ما هر اکشنی که توی دست سوم انجام گرفته شو به عنوان، اگر پاس بد، اینو بعد شما به عنوان آنالیزور تشخیص بدین که این پاس بد بوده که باعث اون پاس شده، نه ایراد یه موقع پاس خوب بوده اسپوکر دیر رفته زود رفته، مثلا تو پاسای سرعتی میگم توی خانوما این اتفاق زیاد میفته که مجبور میشن با پنجه توپو رد میکنن، و به اصطلاح تو این حالت ها ما اصلا دیگه برای اون اکشن اسپکه هیچ اکشنی انجام نمیدیم. حالا یه موقع هستش الان برای اون اکشن اسپکه دیگه هیچ کدی رو در نظر میگیره، برای تیم حریف فری بال میذاریم، حالا بعدا توضیح میدم. یه اتفاقی هم هست دیگه هستش که پاس بد به اسپوکر میدن، پاس بد به من اسپوکر، حالا من همون پنجره رو میام فرو میکنم تو زمین تیم مقابل، یا حتی همون پنجره ساده ای که رد میکنم اون تیم اشتباه میکنه، اگر منجر به امتیاز شد اون پاسه یه اتک پلاس پلاس میتونیم در نظر بگیریم، یا اینکه برای تیم مقابل یه فریبال ماینوس ماینوس در نظر بگیریم که حالا باز میرسیم بهش. اینا یه چیز موارد خاصیه که روتین نیست که تو هر بازی چند بار اتفاق بیفته، یه بار مثلا ممکنه تو یه بازی اتفاق بیفته، ولی کیفیت پاس رو منفی بینید. حتی میگم الان اگر تو والیبال آقایون دیده باشین خیلی اتفاق میفته که پاس بده اسپوکر بلند میشه همین تو با پنجه فرو میکنه تو دست دفاع، پاس رو اسپوکر چیز میکنه، اینجا پاس رو منفی در نظر میگیریم برای اون پاسور، ولی اسپک پلاس پلاس یا اگر دفاع شد کیل بلاک، چون اقدام به حمله کردش. میگم اینا یه سری موارد خاصه به وجود میاد، میگم پاس رو بد میدن، حالا این اتفاقی که میفته اسپوکر میگه پس اگر میگم یه جوریه که نباید اینا رو خیلی به بازیکن ها چیز بکنه، چون مثلا پاس بد میدن اون به خاطر که آمارش بد بشه توپو فقط رد میکنه، ولی اگر همون پاس بد رو بلند بشه همون که میخواد رد بکنه یا پاس جا خالی به نظر تور، اینجا بعد بهش اسپک ماینوس ماینوس بده. اینا یه چیزیه که بعدها خودتون مدیریتش بکنید. خب یه چند تا ویدیو از اسپک های متفاوت ببینیم. ببینیم اسپک های منجر به امتیازه، حالت های مختلفش ببینیم، به توپگیر خورد، توپگیر به دفاع، داخل زمین، این مثلا میگم این حالت شاید یه نفر بیاد بگه که این اسپاک زد اینم دفاع کرد توپم زخمی کرد
این توپگیره بودش که برمی‌رفت این توپ رو مثلا می‌آوردش. خیلی بخوایم تو اینا ریز بشیم نه، این اسپایک تبدیل به امتیاز شد. یه نمی‌خوایم برای چیز انجام چون ما یه بحثی هستش که حالا می‌بینید تو نرم افزار وقتی که یه اکشن پلاس پلاس اتفاق می‌افته دیگه انگار اکشن دیگه ورالی اونجا تموم شده دیگه، ما بعدش دیگه نمی‌تونیم چیزای دیگه رو وارد بکنیم. اولویت امتیاز ده. آره خب اینی که نشون دادم رو فیلمه دیگه، بعد شما میرید یه چیزی بالا میذارم تو کاستومتون میذارین که بعدا بیاین این چیز خاص رو در نظر بگیرید. فهم کنم دیگه کاملا مشخصه در مورد اسپک پلاس پلاس. حالتشو حالتشو حالت اسپک رو بهتون میگم. ببینید این چیزی که بهتون گفتم الان اینجا ببینید، اول ما باید تیم رو مشخص کنیم، تیم هوم یا تیم مثلا فرض می‌کنیم تیم اپوننتمون ای کوچیک، حالا شماره بازیکن نمی‌خوام بزنم، بعدش چی بودش؟ مهارت بودش دیگه، اسکیل، حالا بعدش حالتش بود، حالت هم الان نمی‌خوام در نظر بگیرم، اینجا اتک می‌خوام بذارم، اتک و حالا ارزیابی. ارزیابی که الان می‌خوام ارزیابی اسپکای مثبت رو ببینم داشتیم یا نه. آها ببین امیدوارم درست زده باشه. این این الان ببینید این اسپک گذر اون دفاعه، حالا این آنالیز رو ما خیلی درست هم نزده ولی یکی دیگه نشون. آها ببین این اسپک رو میزنه توپ رد میشه تیم مقابل، این اسپک اسپک پلاس مثلا اینو این هم میتونیم به عنوان ساین بزنیم هم میتونیم به عنوان اسپک مثبت بزنیم. ببین اولکر مهاجم اول چی میشه؟ یعنی چی؟ ببین این الان گفتم دو حالت داره، ما هم میتونیم به عنوان اسپک پلاس در نظر بگیریم هم ساین، یعنی اینا فیش فرقی نمیکنه که اینا مثلا من برای دفاع ساید میزنیم، برای دفاع حالا میرسیم، اول از اسپک رد بشیم میرسیم، عجله نکنه. میره تو زمین تیم مقابل برمیگرده. آها ببین الان اینجا نگاه کنید این اسپک گذر توپگیری هم شدش ولی کسی پاس ندادش، یه پاسی مجبور شدیم ساده کنیم، پس چی میشه اسپکش؟ اسپک پلاس میشه چون تیم مقابل بعدش حمله کرد. آره اونا اون چیزاش حالا میرسیم بهش. اگر آره اگر میتونه ببین الان اینجا همه رو باید بزنیم. آره ببینید پاس اسپک جا خالی هم انداختش، خب اینجا توپگیری هم شد، آه کسی نتونست پاس بده، تیم مقابل فری بال گرفت حمله مجدد کردش. چرا ببین حالا میام عجله نکنیم، این اینو میخوایم کدش رو وارد کنیم، میگیم شماره 10 اسپک مثبت زد، شماره چیز توپگیری منفی انجام داد، این شما این بازیکن شماره 1 پاس منفی دادش دیگه، برای این توپی که رد کرد هیچ اکشن رو در نظر نمیگیریم دیگه، هیچ اکشن رد در نظر نمیگیریم، میایم تیم بعدی رو شروع میکنیم. ببین اینجا همونه که خب تغییره بهتره چی چیکار کنه پاس نده بهتره چون امتیازش میاد پایین. خب اونجوری نه خب واسه فوتبال حالا این همه نیومده ولی مثلا بسکتبال ام بی ای یه سری بازیکن داره واقعا واسه آمار بازی میکنه، مثلا اینجا هم داریم، حالا اینجا هم داریم، توپ آخر میده دست یارش که مثلا ترنوور برای سمت اینجا هم داریم. ببین میگن که
اون توپگیری که حالا تو اون اکشنه توپگیری چیز شد اینجا این چیکارش می‌خواد بکنه. من ده ها مدل میتونم بهتون نشون بدم که همین اومده یه نفرم پاس داده. پس ما کار نداریم که حالا سخت بود شرایطش خوب بود میتونست بده نمیتونست بده، اون باید پاس میداده، حالا پاس خوب داد پاس بد. بعدش هم میگم اینا اکشنایی که تو ما اصلا هیچ موقع من بعد از این ده سال نگاه میکنم نگاه نمیکنم که سرعتی زنامون چند تا پاس خوب دادن آخر فصل چند تا پاس دادن، پاسورامون رو نگاه میکنم ببینم چیه. اون دو تا بعدا تو فیلمش اندازه که پاس منفی داده باشه براش ثبت میکنم که بعدا تو فیلم بهش نشون بدن که ببین اینجا رو اگر میتونستی مثلا زودتر برگردی میتونستی پاس خوب بدی. خیلی روی این چیزا ریز نشید. این اسپایکیه که باز ما میتونیم همینو بیاییم علامتشو مثلا علامت ساین بکنیم، والا از اینجا چون ساینش کردم اینجا رفتش دیگه چون من اینو فیلتر کرده بوده. بعد اسپایک منفی الان مثلا جواب سوالتون شاید بیاد، این اسپایک رو زد، این شرایطش سخت بودش نمیتونست پاس بده، ردش کردش. اینو اینجا که این رد میکنه بعد برای یه اکشن اسپایک بذاریم. زخمی کرد، توپ گرفتن، حمله کردن. توپ گیری کردن، حمله شدش. زخمی. این حالا این توپ رو میگم که توپ به سر دفاع خورده اومده اینجا دیگه اینا حالا چون بعدن شاید نشونش داد این توپ رو دیگه دیفنس در نظر نمیم، اینو میتونیم فری بال در نظر بگیریم چون توپ ساده بوده. آها ببین الان اینجا نگاه کن این اسپکش رو زدش، این هم توپ رو گرفتش ولی این بازیکن خطای توره، اینجا اسپک پلاس پلاس برای اون سرعتی زن در نظر میگیریم. بفهم بله 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 اینا تو ارزیابی هیچ چیز متفاوتی تو این چیزا نداره، همه دنیا همینجوری میزنن. آره کدوم اونو بهتون میگه حالا اینا دیگه همه اسپک های منفیه، این چون بعد یا زخمی میشه یا توپگیری میشه. فکر میکنم کاملا واضح شد متوجه شدین که چی هستش. گفتم اینا یه چیز خاصیه که اتفاق میفته، اینا همون اسپک و اسپک اون میگم اینا چیزای خاصیه که شما بخواید چیز بکنید اگر حالت اینو چه میتونید مثلا اسپک پلاس در نظر بگیریم بعد بیایم برای اون لیبروی که نگرفته توپو اونو یه فری بال ماینوس ماینوس بذاریم. حالا میگم چون دیفنس ماینوس ماینوس جز ارور حساب نمیشه، وقتی میخوایم یه چیزی رو تعریف کنیم باید به اون آخرش مچ ریپورتی که میخوایم بگیریم در نظر داشته باشیم که خطاهایی که تیم حریف از ما به تیم حریف نمیاد تیم حریف از ما میگیره شامل یکی اسپک خطا است، یکی سرویس خطا است، یکی پاس خطا و یکی هم فریبال خطا. دفاع ماینوس ماینوس و حالا میگم و دیفنس ماینوس ماینوس جز ارورهای تیم مقابل حساب نمیشه. حالا بهتون میگم بذاریم توی چیز میرسیم به اونجا. حالا اینکه استاندارد مثلا ما یه اونجا فاش برگرد حمله مجدد مثبت میزنیم، این حالا کاری به استاندارد اگه نداشته باشیم من فکر میکنم تفاوت بین یه اسپوکری که مثلا حالا از روی تکنیک حالا نرم میزنه به دفاع میاد حمایت میشه سه تا مهاجم حمله میکنن با یه اسپوکر که محکم میزنه یه توپگیر اون تای زمین اصلا فرقی نمیکنه ما بعدش چند تا حمله بکنیم. اونی که شما میگین دقیقاً من همینو میگم، به خاطر همینه که توپی که میخوره به دست دفاع برمیگرده بیاین با علامت تعجب نشون میدی و دیگه اسپایکی که میره تو زمین مقابل برمیگرده. حالا یه چیزی هستش در مورد اسپایکایی که میخوره به دست دفاع، بعضی آنالیزورا میگن که بیایم اونایی رو بگیم که با اسپوکره میخواسته بزنه به دفاع برگرده رو ما به نظر بگیم، نه
ما نمیتونیم تشخیص بدیم ذهن بازیکن رو بخونیم که اون تو ذهنش چی بوده، میخواسته بزنه به دست دفاع، چون بعضی بازیکن‌ها حالت تو به هایبال مثلا میشه با قصد این میرن میزنن به دست دفاع برگرده حمله بکنن، ولی نه، یکی میاد محکم اسپکشو میزنه میخوره به دست دفاع برمیگرده. این تفاوت داشته دیگه، اون از نیت ما به نیت بازیکن‌ها کار نداریم، اتفاقی که میفته رو بهش چیز میکنه. کار رو برای خودتون سخت نکنید که بخواید حالتای این چیکار میخواست بکنه اون چیکار میکنه. ما اینو میگم، من خودم ترجیح میدم که تو وقتی تو میخوره به دست دفاع برمیگرده با علامت ساین نشونش بدم که بعداً بخوام بتونم اینو تفکیک کنم با اسپکایی که رفته تو تیم مقابل چیز کنه. چون حمله بعد از اینکه ما حمایت انجام میدیم با حمله که تو از تیم از زمین تیم حریف راحت میادش یه مقدار متفاوت تره. خب اینم اسپکایی که منجر به کیل بلاک شده. اون میشه منفی دیگه. اگر یه جوری میگم میزنیم به دست دفاع که حمایتش هم سخته دیگه، نه به سختی تونستیم از اون زیر یکی حمایت کنه پاس بعد این دیگه، اون اسپک میشه اسپک منفی. این کیل بلاک دیگه همش. بله میگم این جوجه اون توپی که منظورش که شما میگه توپیه که میخوره به دست دفاع اینجوری بلند میاد اینجا. نه نه دیگه، توپ خوردش به دست دفاع خوابید. میگم اینقدر کار برای خودتون سخت نکنید، خورد به دفاع، خورد زمین، اسپک اسلش دفاع ماینس پلاس پلاس. خب فکر میکنم برای اسپک دیگه همش متوجه شدید. ارورش هم نمیدونم. آها ارورم. اوت. حالا اسپوکر اسپک زده تو زمین خوابیده، داور اوت گرفته. آخر بازی هم میاد بهتون میگه آقا من که اسپکم زده بودم تو زمین، داور اوت داده، توپ اوت شده، پوان داده برای تیم مقابل. شما میخواهید زده باشی وسط زمین داور اوت گرفته باشه، میخواهید زده باشی 10 متر اسپک دست دفاع، هر حالتی که هر نتیجه که داور اعلام بکنه ما کار نداریم که خورده نخورده، داخل بوده داخل نبوده. آره یه علامت مساویه. تو تور بودش، فرقی نمی کنه. پا میاد رو خط. ببینید الان اینجا این قاعدتاً پاس خوبی نبود. این اگر مثلا میگم اینجا میرزا جانپور میومدش با پنجه رد میکردش، هیچ اکشنی برایش انجام نمیدونی، ولی چون بلند شد اسپک زدش و اسپکش منجر به خطایی شدش که تیم مقابل امتیاز گرفت، یه اسپک ماینوس ماینوس برایش در نظر میگیری. خب در مورد اسپک یه سوالی نیست؟ خب تکنیکی بعدی که میخوام بررسی کنیم دفاعه. خب همیشه بعد از اسپک چیه؟ معمولا دفاعه دیگه، حالا یا دفاعه یا توپگیریه دیگه. این علائمی که بهتون نشون دادیم توی چیز هست، یه حالت ارتباط مستقیم هم را مستقیم و بلکس، حالا نمیدونم چیز ریاضیش چجوری میشه، با هم دیگه دارن. یعنی اسپکی که منجر به کیل بلاک شده دفاعش میشه چی؟ اسپکی که اسلش بودش دفاعش چی میشه؟ میشه دفاع. یعنی ما کیل بلاک کامل میکنیم و از دفاع میاد. دفاع پلاس میشه دفاعی که دفاع روی تور کامل پریده، تو به دستش خورده، زخمی شده و تیم ما بعد از دفاع حمله کرده، میشه دفاع مثبت. حالا این اسپکش چی میشه؟ اسپکش میشه اسپک منفی دیگه. دفاع علامت تعجب همون دفاعی بودش که اسپوکر میزدش به دست دفاع برمیگشت تو تیم مقابل حمایت میشه و تیم مقابل فرصت حمله داشتش. این میشه علامتش علامت تعجب، که اسپکش هم همون اسپک علامت تعجب بودش. دفاع منفی، دفاع اسری دفاع هستش که اسپوکر دفاع کن
دفاع رو انجام میده، ولی بعد از اون دفاع ما نمیتونیم دیگه حمله ای انجام بدیم، یه دونه اکشن میده. یه دفاع مثلا میخوره یا یه جوری میره بیرونه زمین که اصلا نمیشه دیگه اون توپ راحت آوردش تو زمین، و این توپا دفاع منفی حساب میشه. و حالا دفاع هایی که منجر به امتیاز برای تیم مقابل، حالا توپ بخوره به دست دفاع بره بیرون، یا مثلا یه چیز دیگه هم هستش در مورد بحث این علامت ماینوس. ما معمولا تو حالا وقتی که یه تیمی رو آنالیز کردیم مشخص کردیم، میگیم آقا فلان بازیکن اسپک بیشتر زاویه میزنه، قرارمون برای فلان بازیکن اینه که اسپکشو ما تو دفاع زاویه‌شو ببندیم. تیم مقابل به اون بازیکن پاس میده و اون همون زاویه رو میزنه، دفاع ما هم میپره و نمیتونه دفاع بکنه. حالا اینجا ما این ماینوس رو بزنیم برای اون دفاع یا نزنیم، این یه مقدار سلیقه‌ایه، چون بعضیا میزنن. برای چی میزنن؟ برای اینکه بعداً بتونیم به اون بازیکن نشون بدیم که چون ما بهت گفته بودیم این راست به راستشو ببند، ولی راست به راست به اصطلاح زد، تو هم نتونستی. اینو میتونیم براش نشون این بیشتر تو حالتای به وجود میاد، تو حالت تک دفاع، تو حالت دو دفاع میشه. یه مثلا به سرعتی گفتیم آقا الان آپشن کن با سرعتی بپرس 100% بپر. پریده گفتیم مثلا منطقه 5 شمه پریده، اسپوکر هم زده منطقه 5، هیچ اکشن نیم، اون زیر هم زده. خب میگیم آقا ما که بهت گفته بودیم که تو بپر با دفاع منطقه 5ش هم ببند، پس انجام ندادی، براش یه علامتی. اینو بیشتر برای اون میزنیم که توی بعد تو ویدیوها بعدن بتونیم بهش نرسیم. حالا خطای تور رو هم اگر یه بازیکن من اسپک زدم، تیم مقابل دفاعی که دفاع انجام داد، من اسپکمو خامونم، دفاع خطای تور انجام دادش، یا حتی اسپک زدم تیم مقابل توپگیری کرد، اون دفاعی خطای توری که الان داشتیم بحثش می‌کردیم انجام داد، اینجا میتونید برای خطای تور از علامت اسلش اضافه، که ما یه دونه علامت الان اضافه مونده دیگه برامون دیگه، اونجا میتونیم خطاهای تور رو با علامت اسلش، من فراموش کردم اینجا بزنم، خطاهای تور رو اینجا با اسلش نشون میدیم. حالا این اسلشی که اینجا به کار میبریم توی مچ ریپورت جایی به ما نشون نمیده که چند تا خطای توره، ولی توی اون پرینت جدول مهارت ها که از تیم میگیریم اینجا میتونیم تشخیص بدیم که چند تا خطای تور انجام دادیم اینجا. یعنی بعدش بیایم بررسی کنیم، مثلا یه وقت میبینیم تیممون زیاد خطای تور انجام میده، بخاطر اینکه بخوایم تشخیص بدیم، بیایم علامت اسلش رو برای به اصطلاح خطاهای تور انجام بدیم. خب در مورد دفاع هم فکر میکنم واضحه، حالا رو ویدیو واضحه مشخص میشه. ماینوسش در برابر مثبت اون قرار میگیره، مثبت حمله قرار میگیره. نه، در مورد در مقابل اسپک پلاس ماینوس، یه منفی. آره. در برابر آره. یعنی ما فری بال تو پرد کنیم. حالا تیم مقابل فرصت حمله داره. ولی اون چیزش مال موقعیه که خود تیم مقابل حمایت کنه، بعد از حمایت چیز بکنه. دفاعی که نشون بده بعد آخرین لحظه دستش بکشه، مهاجم باعث بشه بزنه تو، اون دفاع چیه؟ اصلا خب، تأثیری داره. خب میگم شما میگیم چیز شده دیگه، من اسپوکر بودم، خب اومدم اسپک بزنم، شما دستتو کشیدی من زدم تو اوت، چه اتفاقی افتاده؟ خب امتیاز دفاع چی میشه؟ تأثیر این که اون نشون داده دفاع نه دیگه چیز نشه، نه اون میزنیم اسپک پلاس پلاس اسپک ماینوس برای اون تیم خطا انجام داده، حالا اون زرنگی اون دفاع بوده. این در مورد اینم که گفتم که سلیقه بعضی جاها بذارید بعضی جا نذارید، بیشتر برای کجاها مثلا میشه استفاده کردش؟ مثلا میگم ما حالا تو چیز اینه که وقتی که های بال به وجود میاد و ما سه دفاع رو انجام میدیم، میگیم تو حالت سه دفاع راست به راست باید کامل بسته باشه دیگه، این حالت بسه کامل. اینجا اسپوکر تیم مقابل با سه دفاع ما بلند میشه راست به راست رو میزنه تو زمین، اصلا به دست دفاع ما نمیخوره، اینجا باید بزنیم برای اون دفاع دیگه که چیز هستش. ولی حالا اگر تک دفاع بودش، حالا مثلا گفته بودیم هم زاویه رو زد زاویه، اگر اکشنی هم برای بلاک ثبت نکردیم برای ماینوس ایرادی نداره. تو اینی که میفهمید که مثلا اگه دفاع گفتیم که زاویه رو ببندیم، اگر نبست مثلا حالا ما ماینوس بذاریم، من فکر میکنم که اگه مثلا بازیکن آنالیز رو میدونن که حالا چجوری نیست، اینجوری یه خورده دست بازیکن هم بسته میشه، چون که ما توانایی بازیکن رو، اون استعداد بازیکن، شاید یه پوان با توجه به اطلاعاتی که اینا چیزای خاصه، اینا موارد خاصه، میگم این اتفاقاتی که میفته اتفاقاتی که نیست که تو همه رالی ها اتفاق بیفته. خیلی حالا بعد حالا میرسیم در مورد افیشنسی و کارایی و اینا هم چیزی، ما اصلا تو دفاع
به این تعداد، این تعداد دفاع این ماینوس ماینوس رو دیزا اصلا توجه نمی‌کنه. ما وقتی می‌خوایم یه تیم عملکرد دفاعش رو ببینیم، می‌بینیم چند تا کیل بلاک کرده، چند تا زخمی کرده، حتی به این دفاعش هم زیاد کار نداریم. می‌گیم به خاطر همین خیلی ذهنتون رو تو این چیزا نبرید. دفاعای دو نفر سه نفره این اکشن رو برای هر دو بازیکن. آها نه، سوال خوبی بود. نه، به اون کسی که توپ به دستش خورده می‌زنیم، نه برای اینکه چیز دستش. حالا بعضی وقتا میگم اینا باز چیزای خاصیه، به دو تا دست می‌خوره مثلا، یا مثلا بین دفاع می‌خوره، تشخیصش سخته دیگه. اینا بسیه به اون خود آنالیزور داره که تشخیص میده تو بازی یه جای بالانسش بکنی، یکی برای اون بزنی، یکی برای اون بزنی. یا مثلا کیل بلاک شدن مثلا، خیلی وقت میگه من دفاع کردم، این میگه اون دفاع. بعضی وقتا به دست دو تایشون خورده مثلا. اینها چیزاییه که موارد خاصی که به وجود میادش. این بودش کاور میشه، میخوره به دست دفاع، برمیگرده و حمله میکنن دوباره. گفتم ببین این ساین و پلاس با هم دیگه یه معنی میده. خب ببخشید من اشتباه گفتم، این دو تا تقریبا یک معنی رو میده. این حالتیه که توپ خورده به دست دفاع، برگشته، حمایت شده تو زمین، توی مقاومتی مقابل حمله کرده. این توپه نریگه تو زمین، اومده تو زمین خود ما هم اومده، ولی نتونستیم ازش حمله کنیم. این دفاع دفاعی که خیلی هم کم پیش میاد توی یک بازی معمولا. بله. خب پنجره این دو تا بازیکن کم هوش ما دورو میبندن، هی اوتوماتیک شروع می‌کنیم. ما ماینس ماینس دادم، مثلا ماینس دادم به دفاعشون، هی همین داره لاین می‌زنه، لیبرو ما هم ماینس. خب دیگه شما گفتین بهشون که لاین رو ببندن دیگه. نه ما گفتیم دور ببندن. خب نه، مگه این بازی عوض نکردین؟ خیلی خب بهش گفتین دیگه. چند تا از دفاعم نشون بدم بهتون. ببین اینجا من تیم، چون تو دیتا ویدیو بعد مشخص کنی که تیم، خب اگر چیزی وارد نکنید ببین اینجا من اصلا وارد نمی‌کنم، یعنی از هر دو تیم می‌خوام نباشه. بودیم بعدش عدد بازیکن بود که استفاده نمی‌کنیم، بعدش می‌خوایم بلاک رو ببینیم، دفاع رو در نظر می‌گیریم و حالا توی ارزیابیش هم ارزیابی پلاس پلاس. این همون چیزی است که اتفاقاتی که میفته. این بازیکنه میتونست اینو توپر رو بگیره، میتونست این توپر رو، حالا یه مدار این تو شک اوتو داخل نگرفتش، ولی مثلا میگم تو این حالت میدونیم. ببین الان ما اینجا چی زدیم برای اینجا، برای این اسپک داریم اسپک اسلش، دفاع هم دفاع کیل بلاک گذاشتیم، ولی حالا اگر یه چیز باشه میتونیم اینو بگیم اسپک مثلا علامت ساین دفاع ساین، یک دونه فریبال ماینوس ماینوس برای این بازیکنی که نرفت. میگم این سلیقه‌ایه، یه نمونه عینی شدیم که ما گذاشتیم برای چی؟ برای اسپک و دفاع گذاشتیم دیگه، نمیدونیم خیلی بعدش رو در نظر بگیریم. الان اون بازیکنه که اسپک زده آخر بازی میاد بدون شاکی میشه، میگه من که میتونستم حمایت بکنم، ولی میگیم اشکال نداره تو بازی بعد جبران میکنه. چی؟ آره دیگه، اینا رو همه اصلاح میشه دیگه اگه از کسی دیگه هم بگیریم. کیل بلاک این مثلا اینجا این زده به دفاع که برگرده حمایت بشه، ولی حمایت نشد. این دوتا هم دو نفر هم این زیر بودن که میتونستن حمایت بکنن، کار نداریم دیگه. اسپک زده دفاع شده، تموم شد رفت. حالا فرقی نمی کنه توپ سوم باشه یا این توپ رد رو میخواسته اسپک بزنه. آها ببینی حتی اینجا اسپایک رو زد، حمایت هم شد، اومد هم پاس بدن. اینو مثلا اینو میتونستیم
اینجوری بزنیم اسپک مثلا اینجا اول بزنیم چون چیز شدیم مثلا بزنیم اسپک منفی دفاع مثبت توپگیری حالا حمایت که بگیرسیم و حالا مثلا پاس ارور ولی خب این چون آخر بازی این دفاع منجر شده به این اتفاقی افتاده خیلی نه اینجوری ریز بشین که بخواید که مو به مو رو هر اکشنی که اتفاق میفته این اون اسپری زدن اینم دفاع شد حالا اونا اومدن تعارف کنن چون توی شرایط سختی هم بود حالا مثلا اگر همینو گرفته بودن اینجا یه نفر میومد از اینجا میخواست پاس بده آره اونجا میتونستیم برای اون پاس در نظر بگیریم ولی توی این حالت ها کار خودتون رو سخت نکنید آره حالا دفاعی پلاس دفاع کرد بعدش هم توپ گیری بله دیگه حالا اون میشه اکشن بعدی اینجا الان این میتونسته ساین هم بخوره اینجا یه مقدار زخمی شده حالا چاد چیز نخواد ولی همین زخمی شدنی هم که باعث شده شما در نظر میگیرین توپایی که به انگوش میخوره یه مقدار سرعت توپو میگیره اینو بعد یه دفاع زخمی برای دفاع کن بزنیم و بعدش هم توپ گیری میگم اون سلیقه‌ایه که بزنید یا نزنید کلا این بلاکای علامت تعجب اگر داشته باشه هیچ فرقی هم نمی‌کنه آپشن کردن سرعت ریدینگ بوده شما به اوناش کار نداشته باشه اکشنی که اتفاق میفته ببینید حمایت دفاع شدش این مشخصه دیگه برای این الان این اکشن مثلا یه این بازیکن زد این دفاع کرد اینجا حمایت شد حمله ای نتونستن انجام بدن دیگه اینجا مثلا میتونستیم مثلا اسپک منفی هم در نظر بگیریم مثلا اینا چیزایی که موارد خاص ببینید تو کل بازی یه بار اتفاق افتاد مثلا بعد این چیزایی هستش که شما دو مرحله دارید یه مرحله دارید عین بازی دارید کد میزنید یه چیزی بعد بزنید اکشن تموم شه بره به خاطر همین میگم تو عین بازی اونو بزنید اسپک دفاع پلاس پلاس دفاع چیز بعد از بازی حالا اگر خواستین برید اونو تغییرش بدید خب دفاع بفهم بازیکن اومده هم گفت دفاع مثبت شوفر که اینه کیل بلاک تو مشورت میگه اون ناگهانی بازیکن دیگه ببین اصلا مثلا تو این بازی ما بلاک منفی عملا نبوده حالا بلاک ماینوس ماینوس یعنی توپ خورد به دست دفاع رفت ببین الان مثلا میگم این توپه رو شاید مثلا این بازیکن اگر یه مقدار سریع‌تر انجام میداد شاید مثلا میتونست بگیره نمیگیم که آقا این دفاع مثبت یا منفی بود این توپ گیره دیگه نه دیگه خورد به دست دفاع خوابیدش دیگه این دفاع ماینوس ماینوس خطر تو رو ماینوس ماینوس نمیزنیم اسلش بزنیم بهتره سه دفاع کردن خورد به دست دفاع ببین مثلا این تقریبا شبیه سوال شماست این دفاع وسطه رسید این میتونست چیزی رو توپ داشته باشه یه اثری رو توپ داشته باشه اینو بیشتر برای این میخوایم که بعدا رو فیلمش بهش نشون بدیم که ببین تو اگر دست تو بیشتر برده بودی داخل میتونستی مثلا دفاع بکنی این الان این مویی خوردش به دست دفاع
که نرسیده جوش شده دفاع کنار. الان این الان تو از بین دستش رفته یا مثلا بین دفاع باز مونده. حالا بین دفاع رو مثلا میگم ما برای همین بازیکن گفته بودیم تاکید داشتیم که دفاع وسط دفاع کنار نره رو آنتن دفاع وسط هم بچسبه فضا بین دفاع باز نمونده. اینو میزنیم که بعداً به بازیکن نشون بده ما بهت گفته بودیم که آقا این بین دفاع باز نمونده ولی اینقدر دفاع بینت باز مونده. یا برعکسش اگر به دفاع کنار گفتیم دفاع کنار نره رو آنتن باز بذار برای توپگیر هی رفتهش اینو برای دفاع کنار میزنیم که بعد ببینیم آقا نگاه کن شما رفتی ما به تاکید کرده بودیم. اینا بیشتر برای اینه که بعداً توی فیلم اینا رو بررسی کنیم. ببین الان اینجا نگاه کنیم توپگیری که خطای تور شدش اینو مثلا میتونیم به جای علامت ماینوس ماینوس علامت اسلش بذاریم. این اتفاق چون خطای تور اتفاق افتاده ولی اسپکش چیه؟ پلاس پلاسه. یا مثلا اینجا این یعنی توپ دفاع زخمی هم میکنه این میتونست توپ گیری بکنه اینا. حالا ولی خب توپ گیری ساده ای نبودش برای دفاع میزنیم دیگه. باز دوباره نگاه کنید همون بازیکنی گفته بودم کجا میزنه؟ اینجا این وسط میزنه اینجا رو بعد دفاع بکنیم از لای دست دفاع رفتش. مثلا اینو میگه اینو من بودم مثلا نمیذاشتم مثلا برای دفاع چون ببین اون یه پاسی داره یه پاس خوبی داره دفاع وسط هم پریده بریده بوده بریده که همیشه مثلا بعد یک میزنن اون طرف زده حالا گذاشته ولی من بودم شاید مثلا اینو اصلا نمیذاشتم برای دفاع. نه اینا رو آنالیزورمون میزنه. یا اینجا ببین اینم اومده یه حالا یه پاس ترکیبی بریده نیم زده این دفاع کردن این توپ خیلی توپ سختیه. حالا میگم میشه بزنی میشه نزنی. ولی اینو دیگه بعد بزنی تو بگه اکشن میخوره. خب فهم کنم دفاع هم متوجه شدین برای دفاع سوالی نیست. خب دریافت اول چون خیلی توضیح داره و مفصله الان اول توپگیری رو بهتون میگم. دریافت اول رو بعد از اینکه یه استراحت کردیم بیایم چون خیلی مفصل و خیلی هم مهمه. سرویس پاس خطا و فریبال. خب سرویس رو دریافت که گفتم چیز میکنم بعد از تایم بعدی میگم. توپ گیری که با به اصطلاح دیک هستش و با دی نشون میدیم یا دیفنس. در مورد توپ گیری پاس توپ گیری یه مقدار سلیقه‌ای هستش زدنش توی کدا. چرا؟ چون ما میگم بر از توپ به اصطلاح نمیتونیم بیایم توپ گیری رو عین دریافت در نظر بگیریم که بخوام بگیم اگر توپ گیری بودش که پلاس پلاس رسید حالا چون الان توضیح ندادم ولی احتمالاً خودتون میدونید دیگه توپ گیری که خوب رسید تو چیز اونو بیایم پلاس پلاس در نظر بگیریم روی یک سوم رسید توپ گیری یک سوم بگیریم نه نظر. نه ما خودمون الان چند ساله که به اصطلاح این توپ گیری ماینوس ماینوس رو کلن حذفش کردیم. این سیستمی که ما الان داریم میزنیم اومدیم فقط توپگیری پلاس در نظر میگیریم. توپگیری پلاس چیه؟ توپگیری پلاس توپگیری که هر توپگیری باشه که ما بعد از اون بتونیم حمله انجام بدیم. حالا این توپگیری میتونه بخوره به دفاع زخمی بشه میخوای مستقیم گرفته باشیم میخوای جاخالی باشه انداخته باشن. ما یه توپگیری کردیم که اون توپگیری تو محدوده داخل زمین بلند شده حالا تو یک سوم بیرون یک سوم نزدیک داخل زمین بلند شده یعنی توی زمین در نظر میگه حالا چه توی 3 متر چه توی 6 متر اونجا اومده و ما میتونستیم پاس بدیم و حمله بکنیم. تمام این حالت ها رو پلاس در نظر میگیریم. حالا بعضیا مثلا میان توپ گیری پلاس پلاس یه توپ گیری مثلا یه اسپوکر حتی بی دفاع بلند میشه اسپک میزنه توپشو میاره بالا مثلا اونو میاد تفکیک میکنه توپ گیری پلاس پلاس. ولی فرقی که برای چی ما اومدیم اینو حذفش کردیم بخاطر اینکه حالا چه اونو اون توپو بگیره چه این توپو بگیره فرقی نمیکنه ما تو حمله و تو توپ برگشتی هم
شاید خیلی مهم نباشه که ما با سه تا بازیکن حمله بکنیم، دو تا حمله بکنیم، مهم هستش و یه توپایی هستش که باید خوب توپگیری بشه که بیشتر اون توپا منظورم فری باله، توپایی که ساده میاد، ولی دیگه بقیه تو برای که شما تمرکزتون بیشتر رو حالت اسپیک بدین، حتی خیلی وقت توپگیری ها رو فرصت نمیکنین اصلا وارد بکنین تو حین بازی، به خاطر همین توپگیریایی که ما بعدش یه حمله رو انجام میدیم و در صورت توپگیری پلاس در نظر بگیریم. بعد اینم باز دوباره سلیقه‌ایه، توپگیری این توپگیری علامت به اصطلاح ساین، مثلا میگم ما اومدیم اینو گذاشتیم برای توپگیریایی که بعد از حمایت انجام میشه، یعنی اون بازیکنی که حمایت کرده رو برای چی باز اینو میایم جدا یه آیتم براش در نظر میگیریم؟ به خاطر اینکه بعداً رو فیلم بتونیم جدا بکنیم که کاورامونه، که خوب کاور کردیم، رفتیم برای کاور، نرفتیم. و باز این دوتا هم سلیقه‌ایه، بعضیا میان مثل دریافت حالت اسلش میزنن، تفکیکش میکنن به اسلش و منفی، یعنی حالتایی که ما توپگیری رو انجام دادیم ولی تیم مقابل نتونسته، تیم خودمون نتونسته بعد از اون توپگیری حمله ای رو انجام بده. حالا میتونه این توپگیری زدن به دست من مستقیم رفته تیم مقابل تو زمین مقابل، یا اینکه من گرفتم توپ رفته مثلا بیرون زمین نتونستیم پاس بدیم، یا مثلا توپگیری به شکلی انجام دادیم که نتونستیم دوباره حمله رو انجام بدیم، این میشه توپگیری منفی یا حالا ساین، اینش سلیقه‌ایه. باز من خودم خیلی این دوتا رو تفکیک نمی‌کنم، چون باز وقتی می‌خوایم شما چه وقتی می‌خوایم تو ویدیو هم چه اینو سرچ کنین چه اینو سرچ کنین نتیجهش یکی در میاد، یعنی دوباره تیم مقابل حمله کرده. و آخرش هم باز بحث توپگیری‌های خطا هستش که توپ به دستم خورده رفته بیرون، او توپ خورده زمین افتاده جلوی من نتونستم توپگیری کنم، توپ به من به بدن من برخورد کرده تو این حالت. اگر آیا به قول شما میگم اتفاقی میفته، گفتی بودیم که آقا مثلا برای این بازیکن زاویه‌شو می‌بندیم راست به راستشو توپگیری می‌کنیم، اسپوکر اومده راست به راست داره توپه هم توپی بوده که می‌شده توپگیری کنه، هیچ اکشنی انجام نداده بازیکن ما، جا خالی انداختن جلوش، اینی که گفتم به بدنش بخوره مال توپای داد. ولی یه وقتایی ما اومدیم آقا گفتیم مثلا میگم گفتیم آقا این بازیکن جا خالی زیاد میشه، منطقه یک برو پشت دفاع بشین فقط برای جا خالی، اگر راست به راست اسپک زد اصلا ما مال تو نیستش، رفته اونجا حالا یا نرفته توپم جا خالی انداختن جلوش افتاده هیچ اکشنی انجام نداده، اینجا توپگیری ماینوس ماینوس انجام میدیم براش. و یه نکته دیگه هم هستش، میگم چرا میگم اینجا سلیقه‌ایه، چون بحث توپگیری توی پوانای بازی تاثیرگذار نیستش. میگم من تو مثلا آنالیزور خارجی دیدم که توپایی که مثلا میگم خورده به دست دفاع اومده تو زمین و حمله کردن مثلا اومده توپگیری اسلش مثلا گذاشته، چون اینجا یه چیزایی هستش که گفتم پرسیدن گفتن اینا یه استاندارد کل دنیا استفاده میشه، آره، ولی یه سری چیزاش مثلا توی توپگیری رو میشه اینها رو یه تغییرات کوچیکی بر اساس خود رو. ولی من پیشنهاد میدم که از اون حالت دیفالت چیزی رو تغییر ندید که بعدها بعدن چون بخواید حالا میگم ان شاء الله به سطح و لولی میرسید که ما وقتی میریم تو مسابقات بین المللی مسابقات بقیه تیم‌ها رو دیگه فرصت نمی‌کنه همه بازی‌ها رو من برم تو سالن بشینم کد بزنم یا آنالیزرمون بره کد بزنه، بازی مثلا ایتالیا برزیل از آنالیزر ایتالیا می‌گیریم، ما بازی خودمون رو می‌دیم اون بازی ما رو میده. اگر شما تغییر داده باشین یه چیز متفاوتی باشه وقتی می‌خواید اون کدا رو چیز کنید باید برید دونه دونه همه اینا رو تغییر بدین. به خاطر همین بهتون پیشنهاد می‌دم که هیچ کدوم از دیفالت‌های خود نرم افزار رو تغییر ندید. حالا یه سری چیزای کوچیکی هستش که میگم تاثیرگذار نیست، مثلا اگر شما این دوتا رو تفکیک نکرده باشید یا این دوتا رو تفکیک نکرده باشید کار سختی نیست، تو ویدیو میشه اینو به دستش آورد، ولی توی چیزهای دیگر رو تغییرات خیلی زیاد ندید. چی؟ خطای تور دیگه، خطای تور گفتیم دفاع اسلش میذاریم، خطای اسپک خطا ماینوس ماینوس هر اروری، حالا اون اروره میخواد اسپک مستقیم خب نه اون خطای حمله کننده شما داری میگی، من میگم بالاخره ما یه مکانیزم باید داشته باشیم خطا تور از ریپورت بکشیم بیرون دیگه، ما خب نداریم اتفاق گفتیم اسلش رو انجام بدیم بازم ناقص کارم، اگه ما برای اسپک هم باید یه چیزی در نظر بگیریم، اگه ماینس بذاریم ممکن زده باشه اوت ماینس ماینس، خب بازم خطا تور اونجاست که کدای اکستندد کد به کمک ما میادش. ببینید ما فقط یه کار رو نه شما الان این
حالا میگم، حالا اینو بعدا میخواستم میگم، توی این قسمت اکستندد کد اومده که بازیکن اسپکی که زده با یک دفاع بوده، حالا چون ارور این اسپک پلاس پلاس زده، خب این اگه من بکنمش ماینوس ماینوس، حالا میگه خطاش چیا بوده، اتکش اوت زده از سمت ببین، تا اینقدر نرم افزار ریز به شما میتونه بده که اسپکی که زده اوتش از خط طولی بوده، از خط عرضی بوده، اسپکش زده تو تور، اسپکشو به تور برخورد کرده یا داور خطا ازش گرفته، اینو اونجا تشخیص. اگر بخوای خیلی ریز بشید که ببینید که اسپوکر تو خطاهاش، بیاین آخر بازی نا که ببینید خب این ارورشو به از ریپورت بتونید تور رو بکشید. نه خطا ریپورت تو گفتم تو مچ ریپورت ما چیزی به عنوان خطای تور وجود نداره، ولی برای اینکه بخوایم تشخیص بدیم که تیممون چند تا خطای تور انجام داده، میتونیم بیایم برای دفاع علامت اسلش بشه. شما دارین میپرسین من اسپوکرم اومدم اسپک زدم، حالا اسپک من خوابیده ولی بعدش خورده دستم به تور، در ادامه حرکتم دستم خورده به تور، این اسپک اروره دیگه. حالا اینجا میایم ارور ما اسپک ماینوس ماینوس میذاریم، اگر خیلی بخوایم ریزش کنیم میایم اینو نت کانتاکت رو میذاریم که بعدا بیایم اینو تفکیکش بکنیم. نه تو اکس تو چیزی تو ادوانس هم فکر نکنم، ادوانس شاید نمیدونم لایتش نمیدونم، ولی تو مدیایی که دادم بهتون ادوانس هم نداره. نمیدونم تو لایت رو من حضور ذهن ندارم که الان داره یا نه. من فقط فریبال رو هم یه توضیح بدم و بعدش بریم یه استراحت بکنیم که بعد از استراحت بیایم در مورد یک نار. خب دیگه 5 دقیقه دیگه. خب من فریبال هم توضیح بدم، حالا اینجا نیوردم. ببینید فریبال هم ما حالا اینجا یه نکته هستش در مورد فریبال. اولا که وارد کردن فریبال هم یه جورایی سلیقه‌ایه، بعضی از آنالیزورها وارد میکنن، بعضی ها وارد نمیکنن. چه تفاوتی هم داره؟ تفاوتش اینه که وقتی که این برای اون بعدش که شما بخواید ببین تو حملات برگشتی اینو فیلتر کنین که تیم مقابل بعد از فریبالا چه جوری پاس داده، چون فریبال توپیه که خوب میرسه معمولا دیگه، بیاین اونو بررسی کنیم تو فریبالا چه جوری پاس داده، یا بعد از اینکه دیفنس، اگر بخوایم خیلی ریز بشیم باید فریبالا رو گفتیم. فریبال هم توپایی هستش که یا تیم مقابل توپو ساده تو زمین ما رد کرده آورده، یا اینکه مثلا توپ خورده به دست دفاع انقدر با قوس زیادی اومده تو زمین ما که ما تونستیم مثلا حمله بکنیم. فریبال رو برعکس دریا برعکس توپگیری من بهتون پیشنهاد میدم که فریبال رو بیایید دقیقاً مثل دریافت ارزیابی کنید، یعنی حالا میرسیم به دریافت. وقتی که عالی رسید فریبال رو عالی در پلاس پلاس در نظر بگیرید، وقتی که حالا بیرونتر رسید حالا توضیحاشو میگیم، فریبال رو حالا بعداً در دقیقاً مثل دریافت ارزیابی میکنیم. رسیدیم در مورد ارزیابی دریافت و سرویس که خب دریافت و سرویس هم ارتباطشون با همدیگه هستش. همونجور که خدمتتون عرض کردم رو بحث دریافت اول یه مقدار باید دقت بیشتری روش داشته باشیم، چون هم خیلی مهم هستش که درست ارزیابی بشه، هم یه مقدار روش حساسیت هست از طرف بازیکنات، حالا انشالله باهاش مواجه خواهیم شد بعد. و اینکه چون بعد از دریافت ما حمله رو داریم، رو بحث آنالیز تیم پاسور تیم مقابل آنالیز حمله خیلی مهمه که این ارزیابی دریافت رو به درستی انجام بدیم. اینجا هم مثل بقیه تکنیک‌هایی که خدمتتون عرض کردم، بهترین حالت ممکن با علامت پلاس پلاس نمایش داده میشه و بدترین حالت ممکن هم با ماینس ماینس، و یه سری علائم هم اینجا داریم. خب دریافت پلاس پلاس دو مثبت به چه دریافتی میگیم؟ دریافتی که توپ به صورت کاملا با یک قوس خیلی مناسب دقیقاً فقط توی منطقه 3 دقیقاً پاسور، یعنی پاسور عملاً با دریافت پلاس پلاس تقریباً هیچ حرکتی رو انجام نمیده، نه به جلو نه به عقب نه به تقریباً هیچ حرکتی رو انجام. شما اگر این رو تور در نظر بگیرید، ما منطقه 1/3 3 تا 1 متر هستش دیگه، اون 1 متر اولش که خب تقریباً اندازه بدن خود یه پاسور هستش، اونجا که قرار میگیره
میشه اون منطقه پلاس پلاس. حالا یه مقدار به سمت منطقه دو اشکال نداره و حالا یک گام هم به سمت منطقه چار ایراد نداره دیگه، از منطقه سه بیشتر بره اون طرف میشه دریافت پلاس و از اون طرف هم بیاد تو منطقه دو میشه دریافت پلاس، یک گام هم بیاد بیرون این میشه دریافت پلاس. پس دریافت پلاس پلاس کاملا تقریبا میگم پاسور هیچ حرکتی نمیده. قوس توپ هم باید کاملا یه قوس خوبی داشته باشه. اگر توپ تیز بیاد دریافت پلاس پلاس نیستش، اگر بره روی تور و پاسور مجبور بشه با پرش به سختی پاس بده این دریافت یه پلاس پلاس نیستش. پس دریافت پلاس پلاس کاملا مشخصه که توی این محدوده قرار داره. بعد از اون دریافت پلاس رو ما داریم که دریافت پلاس گفتم تو منطقه 3 یه گام بیرونتر تو منطقه 3 به سمت منطقه 4 و به سمت منطقه 2 حالا یه گام بیرون اینا میشه دریافت پلاس که توی به اصطلاح وقتی میخواد به سرعتی هم پاس بده به اون راحتی که با دریافت پلاس پلاس میشه پاس سرعتی نیستش. بالاخره تو بگی یه گام میاد بیرون دادن پاس به سرعتی یه مقدار سخت‌تر میشه. این میشه دریافت پلاس. یعنی ما توی منطقه یک سوم از دو متر اگر داخل دو متر باشه پلاسه. حالا اگر تو بیاد توی اون یک متر قسمت سوم یک سوم میگه علامت ساین رو داریم که حالا هم از داخل یک سوم شروع میشه و بعد از خط یک سوم و اینجا دیگه تقریبا توی دریافت روی ساین که اینجا میرسه تقریبا دیگه سرعتی از کار میفته دیگه، تقریبا دادن پاس سرعتی دیگه خیلی سخت میشه و یه سری پاسورها با مهارت های خاص میتونن از اینجا پاس سرعتی رو بدن. بعد خب دریافتایی هم که بیرون یک سوم میرسه یا تو داخل یک سوم هست ولی انقدر کوتاه به شکلی هست که پاسور مجبور میشه با ساعد پاس بده یا خم بشه روی زمین پاس بده، اینا دریافته منفی در نظر گرفته میشه. که ما یه تعریف دیگه هم اگر بخوایم بگیم، ما اینجا تقریبا با 4 تا حمله میکنه، اگر خود پاسور رو هم در نظر بگیریم یا مثلا پایبه 4-5 تا حمله داریم بره. این توی دریافته پلاس معمولا یک دیگه شاید مثلا یه گام بیرون برسه دیگه اصلا پاسور نتونه جا خالی بندازه، یکی از اینا کم میشه. با دریافت های ساین ما فقط تقریبا به دو منطقه فقط میتونیم، یا به دو میتونیم پاس بدیم یا به 4 مثلا میتونیم پاس بدیم. توپایی که ماینس هستش توپایی که دیگه عملا ما فقط به یه منطقه میتونیم پاس بدیم دیگه، منجر معمولا به پاس های های بال میشه، یه بازیکن غیر از پاسور پاس میده، این میشه دریافت های منفی. و دریافت های اسلش دریافت هایی هستش که یا مستقیم داخل زمین تیم مقابل میره یا اینکه دریافت مثلا من دریافت کننده ام یه سرویس رو پرشی میزنن سرویس خوب میزنن من دریافت میکنم توپم میره بیرون زمین، میره بیرون زمین اون بازیکنای دیگه هم میان توپو میارن ولی دیگه وقتی که اون توپو آوردن ما نمیتونیم حمله بکنیم توپو ساده رد میکنیم، این رو هم ما میایم دریافت اسلش در نظر میگیریم. حالا من دریافت میکنم توپم میره بیرون، یکی از بازیکنان میره همون رو پاس میده و ما میتونیم روش حمله بکنیم، اینجا اون میشه چیز، یعنی اون بازیکن هم تیمی هم به من کمک کرده که ما دریافتمون از اسلش تبدیل بشه به دریافت منفی. و آخری هم دریافت های ماینوس ماینوس هست که امتیازش مستقیم به تیم مقابل میرسه، همون تیم مقابل از ما ایس میگیره. حالا باز اینم میگم یه وقتایی هستش، حالا این فرقی نمیکنه میخواد بین بازیکن ها بخوره به یه بازیکن بخوره بره بیرون یا مثلا میگیره دریافته ولی خب اصلا پاسور نمیرسه که اونه بخواد پاس بده که پاس بده، اینا همه جزء دریافتای ماینوس ماینوس در نظر گرفته میشه. اگر بخوایم توی این شکل هم یه جایی بهتون نشون بدم، این همون تقریبا حالا اینجا یه ذره چیز شد توی این تصویره اینجا شو دقت کنید، این بحث همون ارتفاع پاسه که ببینید این توپی که اینجوری قوس داره میشه پرفکت، این توپی که حالا ممکنه دریافت به حدی رد باشه که دیگه پاسور حتی پاس نتونه مجبور بشه با یک دستم پاس بده، این دریافت میشه دریافت نگاتیو منفی. دریافت ممکنه تو منطقه 3 برسه ولی قوسش ببینید کمه، پاسور مجبور نمیتونه با پرش پاس بده، یه ذره خم میشه، این میشه دریافت پوزیتیو. و باز دوباره دریافت انقدر تو یک میرسه به پاسور ولی مثلا دیدید بعضی با پنجه توپ هول میدن، دریافت انقدر تیزه که توپ ببینید به این شکل میاد به سمت پاسور و اینم میشه توپ دریافت منفی. حالا توی این شکل اگر بخوام چیز کنم
بهتر نمایش داده میشه. این خط یک سوم اینجاست. خط یک سوم اینجاست. این همون سه متر رو در نظر بگیرید. این تو منطقه سه یه مقدار هم متمایل شده به سمت منطقه دو. اینجا هم میشه دریافت پلاس پلاس. حتی اینجا هم یه ذره زیاده دیگه وقتی بیاد به سمت منطقه چهار. اینجا دریافت پلاس، اینجا پلاس، اینجا پلاس. دیگه وقتی که میاد اینجاها ببینید اینجا اونه دریافت شده ساین. چرا اینجاها دریافت دیگه ساین نیست منفی شده؟ چون این توپی که میاد اینجا، توپی که میاد اینجا معمولا دیگه پاسور دیگه نمیتونه پشتش پاس بده دیگه. مجبور اگر میخواد به منطقه دو یا یکم پاس بده جلو پاس بده. پس این دریافت میشه، ولی اگر اینجاها برسه میشه دریافت ساین، چون میتونه حالت پشتم پاس بده. اینا هم که همه دریافتای منفی هستش. باز یه مقدار این طرف چیزتره. اینجاها مثلا دریافتایی که اینجاها میرسن هم حتی نمیتونیم ساین هم در نظر بگیریم، چون اینجاها خیلی سخت میشه که بخوان از اینجا فقط از اینجا خیلی سخت هم هستش که بخوان پاس بدن به منطقه دو. این هم حتی اینجاها هم میشه دریافت منفی بیشتر. این شکل و شمای شمال به اصطلاح در مورد دریافت هستش. چیزی که خیلی باعث اختلاف میشه این دریافتای پلاس و ساین هستش. چرا؟ حالا میرسیم بهش. در مورد فرمول افیشنسی دریافت یا کارایی دریافت، ما یه فرمولی داریم در مورد کارایی دریافت که میگیم دریافتای پلاس پلاس و پلاس رو با هم دیگه جمع میکنیم، از دریافتای ماینوس ماینوس و اسلش رد میکنیم تا یه کم میکنیم که یک فرمول افیشنسی یا کارایی میادش. اینجا اگر دریافت شما دریافت پلاس رو بزنید پلاس پلاس یا برعکس بزنید خیلی تو فرمول افیشنسی فرقی نمیکنه. ولی وقتی که بیاین اگر بیاین این رو اشتباه بگیرید دریافتای ساین اکثر اشتباهات هم به سمت بیرونه. یعنی منظورم خیلی وقتا دریافتا ساینه ولی ما میایم اکثر آنالیزها اشتباه میکنن پلاس میزنن پلاس میزنن. این باعث میشه که فرمول افیشنسی کم و زیاد بشه و یه مقدار هم برای بازیکنان یه مقدار شبه و ذره چیز به وجود شک تردید به وجود میادش و هم برای تیم. حالا چرا این خیلی مهمه؟ چون ما اگر بیایم این دریافتی که مثلا اینجا هم میرسه، خب این دریافت واقعا اسپایزنش متفاوته دیگه با دریافتی که اینجا رسیده با دریافتی که اینجا رسیده دیگه. اگر ما بیایم این دریافتم پلاس در نظر بگیریم تخییری نکنیم، بعد آخر بازی مشریپورت مربی میاد میبینه ما 60% دریافتمون رسیده دیگه، پس چرا اسپکمون نخوابیده؟ این چرا؟ چون اون دریافتی که خیلی هاش رو ساین بوده رو ما اومدیم پوزیتیو در نظر گرفتیم. یا میخوایم تیم مقابل رو آنالیز بکنیم، پاسور تیم مقابل دریافتی اگر بیایم این دریافتی که ساین خورده رو پلاس در نظر بگیریم میایم میبینیم که به اصطلاح چقدر روی این چیز سرعتیش مثلا کم پاس داده. اون به خاطر این بوده که این دریافته ساین بوده، اصلا نمیتونسته که سرعتی پاس بده. ما اگر بخوایم اینو پلاس در نظر بگیریم اونجا وقتی میخوایم فیلتر بکنیم توضیح پاس از تیم مقابل بگیریم میایم میگیم توضیح نرم افزار به ما توضیح پاس این پاسور رو با دریافتای عالی و خوب به ما بده. ولی اگر دریافتا رو اشتباه زده باشیم اون میاد انگار توضیح پاس رو به ما میده با دریافتای عالی و خوب و ریکس سوم. بعد میایم نگاه میکنیم میگیم که خب به چیز میگیم که این سرعتی کم پاس میده زیاد چیز نکنیم. بعد میریم تو بازی میریم نه داره این کار میکنیم. این علت این که این سختگیری رو باید انجام بدیم برای این هستش و اینو باید روی فیلم بهتون نشون میدم. حالا قبل از اینکه سرویس هم باش بررسی کنیم، چون سرویس رو دریا برعکس این هستش دیگه، بعد میریم روی ویدیو بهتون نشون میدم. خب بخوایم برعکس این حساب بکنیم، زمانی که در مورد سرویس، زمانی که سرویس چه زمانی علامتش بهترین حالت میشه؟ اونور ماینوس ماینوس باشه، یعنی تیم مقابل امتیاز داده باشه، ما از سرویسمون امتیاز گرفته باشیم. سرویس اسلش کی میشه؟ دریافت تیم مقابل رد شده باشه از روی تور. سرویس پلاس چه سرویسی میشه؟ دریافت اون طرف منفی باشه میشه سرویس پلاس. از این طرف دریافت روی یک سوم برسه سرویسش میشه روی یک سوم. حالا دریافتایی که پلاس پلاس و پلاس برسه رو جفتشو سرویسشو منفی در نظر میگیریم، چون اینجا دیگه خیلی متفاوت نیست. اون اوایلی که ما چیز میکردیم بعضی یا مثلا الان هم بعضی از خیلی تعداد کمی از آنالیزورها تو خارج از ایران میان دریافتای اینا رو هر کدوم یه دونه چیز میکنن، یعنی میاد دریافتی که روی یک سوم رسیده رو سرویس پلاس میده، دریافتایی که روی مثلا
در افتای پلاس رو هم میاد علامت ساین در نظر میگه. اینجوری هم باعث میشه که عملکرد سرویس یه مقدار کاذب بالا بره. پس به خاطر همین بهترین حالت ارزیابی سرویس بر اساس دریافت هم اینجوریه که ما اگر ایس گرفتیم علامت دابل پلاس، اگر دریافت تیم مقابل وارد زمین ما شد میشه سرویس اسلش، دریافت تیم مقابل بیرون یک سوم رسید هایبال شدش از یه منطقه فرصت حمله داشتن میشه سرویس پلاس، اگر دریافت نزدیک یک سوم رسید سرویس ساین، دریافت هم عالی یا خوب رسید به اصطلاح دریافت سرویس منفی، و اگر هم خطا دادیم، حالا این خطا میخواد سرویس به تور باشه، به اوت باشه، پاش بیاد رو خط، اینا همه جزء خطاهای سرویس در نظر گرفته میشه. حالا خیلی مهمه روی ویدیو اینا رو بررسی کنیم. تا اینجا که سوالی نیستش در مورد سرویس دریافت. آها، این همون یه استثناء بودش که ما گفتیم در مورد همه تکنیکا بهترین حالت پلاس پلاس، بدترین چیز و اسلش اینجا قرار میگرفتش. تنها چیزی که در موردش متفاوته در مورد سرویس هستش که سرویس اسلش سرویس خوب هستش که ما میزنیم. این دیگه نمیشده، یعنی بخوام بخاطر اون یه دونه ترتیب کل مثلا جدول رو عوض بکنم بخاطر این اینجوری شده. بله، دریافتش اسلش. حالا باز میگم سرویسش هم همون شرایطی داره که سرویس یا دریافت یا مستقیم رد شده باشه یا یکی بد پاس داده باشه، اینا همه اون شرایط رو اینجا داره. آره اشتباه دارم. ببینید قوس دریافت که خوب بود دقیقاً تو مرکز، حالا پاسور یک گام اومدش شده چون معمولاً پاسورها اینجا وامیستن، پاسورها معمولاً اینجا وامیستن دیگه، جایگیری میکنن دیگه، این یک گام تو منطقه سه دریافت پلاس پلاس. دریافت پلاس پلاس سرویس هم فرق میکنه؟ یعنی چی؟ نه نه هیچ فرقی نمیکنه. اگر با سرعت 140 تا لیون هم رفت 140 تا سرویس سرش ما رسوندیم فرقی نمیکنه دیگه، بهتر از پلاس پلاس که نداریم دیگه بخوام چیزی بگم. هیچ فرقی نمیکنه اگر ایس هم دادیم، نمیگیم اون سرویسش خیلی سرعتش بود، نه به این چیزاش اصلا اهمیت ندیم. آره اونو بهتون میگم. آره حالت تو باره ببین دیگه اینجا تقریبا مرز دریافت پلاس پلاسی، این اگر یک گام بیاد این ورتر دیگه میشه دریافت پلاس، وگرنه جاش ببین دقیقا اصلا اگه سرعتی هم باید به کار بگیره بازم همون که فرقی نمی کنه. نه اصلا کار بکنه حرکت سرعتی زن، شاید دریافت پلاس پلاس بسید اصلا سرعتی زن حرکت نکنه، کار به حرکت سرعتی زن نداریم که حالا اون مثلا رو دریافت ساین و اینا بهش میرسیم. میخواد با پنجه دریافت کنه، میخواد با سایه دریافت کنه. اینو مثلا خیلی سختگیرانه بخوایم حساب بکنیم پلاس بعد در نظر بگیم، ولی نه اینجوری هم نیستش دیگه. این شاید چون پاسور قدش کوتاهه، شاید مثلا یه پاسور بلنده. اینم یه بحثی هستش. یه سری دریافت‌ها هستن که یه سری پاسورها چون قدشون بلنده میتونن اون رو پاس بدن، ولی مثلا یه پاسور قد کوتاه باشه نمیتونه اون رو پاس بده. این دیگه بدشانسی اون دریافت کننده است که تو تیمشون پاسورشون قد کوتاهه که نمیتونه اینو انجام بده. یا مثلا یه دریافتی حتی داره رد میشه، مثلا مهدی مدعی بلند میشه با یه دست همون رو پاس میده، این دیگه خوشبختی اون دریافت کننده است که پاسور ده، ولی خب مثلا که مثلا امیر حسینی باشه نمیتونه اون رو پاس بده دیگه. اینا هم چیزایی که باید در نظر بگیریم.
جا افتاد در هفته پلاس پلاس؟ بله. این فیلم فیلمیش که فیلم فرقی نمیکنه. این چون تو من دارم تو نرم افزار بازیش میکنم این قابلیت داره. این فیلمو به شما میدم شما نمیتونید اینا رو در بیارین از روش. خب اون که نرم افزار که شما ندارین که بخواید استفاده کنین که من فیلمو بدم، ولی فیلم خامشو هستش بهتون میتونیم بدیم. این تفاوت این پلاس پلاس و پلاس ببین یک گام اومد بیرون باسر پلاس میزنی. این یک گام میاد بیرون. البته ما هم خیلی سختگیرانه هستیم. چرا؟ چون سورالیزن یه ذره پاسوره تو اینجا مطمئن باشین تا براش فرق داره که بخواد پاس سرعتی بده یا نه. باید همین باشه. بعد میگم پلاس و پلاس پلاس خیلی تو افیشنسی فرقی نمیکنه. چیز به خاطر این خیلی نکنه. ببین میاد تو شار. دیگه از اینجا هم بیاد جلوتر بیاد اینورتر دیگه در صورتی ما پلاس در نظر میگیریم که خیلی قوسش خوب باشه، ولی دیگه عملا چون هم پاس دادن به اینجا خیلی سخته، هم چیز پاس دادن به اون طرف سخته. کلا این دیگه آخرین حد اینه که ما براش پلاس در نظر بگیریم. ببین الان مجبور شد پاس اونور پاسش هم موند. ببین کجاست پلاس، چون یک گام این یک گام بیرونه. این چون یه مقدار متمایل شد به سمت منطقه دو زده، وگرنه اینم مثلا میشدش پلاس پلاس در نظر بگیره، ولی خب چون یه مقدار متمایل شد به سمت منطقه دو و این یه گام ها فقط آره حالا میرسیم بهش. این الان شاید چیز نبود ولی قوس توپ هم خیلی چیز نبود، ولی یک ذره هم باز بیرون بودش. این به همین جزئیات دریافت باید خیلی دقت بکنه. این اومد تو منطقه دو دیگه. اینم میشه چیز. این چون ببین پاسورد با پرش داره یه مقدار به سمت چیز هم میکنه، این یه خیلی سخت گیری رفته. استاد میشه تو آنالیز بگم همه رو مثلا پلاس برسون پاسور ندش کوتاهه یا پاسور یاره عقبه مثلا بیرون برسونیم؟ آره مثلا ما زمانی که امیر حسینی پاسور رو دریافت کننده ها سعی میکردن که به جای اینکه رو تور بدن حتی یک گام، چون اون توانایی رو داشته که با یک گام دو گام بیرون هم سرعتی رو بده، اصلا خودش دوست داشتش حتی قوس دریافتش خیلی دوست نداشت که بلند باشه. آره اینو میتونن چیز بکنن ولی فرقی نمیکنه، چون نمیتونیم بگیم چون ما پاسورمون اینجوری بیایم دریافته رو بزنیم پلاس پلاس دریافته پلاس بشه، ولی بگیم چون ما پاسورمون اینجوری گفتیم این کارو بکنی اینجوری، نه شما این اسکات میخوای بدی یه نفر دیگه، اون که نمیدونه شما این همچین قول قراری گذاشتی با خودتون، ولی میگیم ترجیح میدیم که مثلا یه گام بیرونتر بری ریسک نکنی. این قبلیه ببینید اون بیرون ولی هنوز نمیبره توی یه متر سوم، هنوز پلاس اینجا. نشون دادن به خودشون بعد آنالیز تیم پاسور تیم مقابل خیلی خیلی تو پلاس پلاس و پلاس توزیع پاس فرق میکنه. این الان چون تو منطقه دو پلاسه، این تفاوت این با پلاسش یک گام ها، چون خیلی از همین پاسور ما توپ اینجا میرسه میده چهار، همینو اگر بیاد اینورتر ممکنه هزار تا کار دیگر انجام بده. این اومد تو دو یه گام هم بیرون.
نه پلاس ببین نگاه کنید نه نگاه کن پای پاسور رو ببین کجاست این اینجا اگر بودش میشد ساین اگر حالا توی اینجا هم که تو منطقه دو فرق نمی کنم این دقیقاً یک گام اومده بیرون دو گام نشده خیلی نزدیک دوه خب باشه نه هنوز ببین اینجا میتونه پاس بده پایپ میتونه پاس بده سرعتی داره چهار پاس داره این اونا این چیزی که الان دارم اینجا میگم لحاظ کنید اون حالا چون بخواد بکشی سخت بوده حالا نمیشه چیزی که اونا خودم من کشیدم بذاره نوار در واقع یه متر از طول فاصله ساین هم لحاظ کنید یعنی ساین رو فقط صرفا میذاریم توی مثلا خط ایکس بوم ببین ساین اینجا همه تو ساینه دیگه ارزی این طرف یعنی اینجا نزدیک تو اینجا اگر باشه ساینه این رو خط میگه انگار میشه رو خط خب تو یک سوم ولی اینجا میرسه نه ساینه چرا اینجا چون چرا ساینه چون اسپوکن میتونه بیاد جلو بزنه ولی همین اینجا برسه منفی میشه آره از این برام اینکه مثلا اون دریا کجا میرسه شاید یکم مثلا پیچمانده باشه ولی اینکه مثلا پاسور قابلیت پاس دادن به چند تا مهاجمو داره این نه اتفاقا همون مهمه که ببینید به قابلیت های پاسور و اینکه سرعتی سنگ ممکنه تو رو اکسترو هم برسه سرعتی هم برسه ولی مهم اینه که جای دریافت دادن چون حالا میگم این به این پله پله میریم جلو بعد از این میرسیم مرحله سترکال سترکالا دقیقا بر اساس همین جاهایی که پاسور میره این که میخوایم پاسور مثلا پاسور تیم مقابل رو آنالیز بکنیم بهتون نشون دادم دیگه مثلا اون پاسور ما تو به محضی که اینجا میرسه دور پاس میده یا نزدیک پاس میده برعکسش به خاطر اون باید جایی که چیز دیگه کار نداریم که سرعتی بوده نداشته اونها کار نداریم به خاطر همون جای چیز خیلی مهمه این یعنی الان اومد یک گام بیرون چی؟ حالا میگم عجله نکنید این یک دو پاس این اومد مایل شد میگه به اومد توی چیز سوم این جایی که میپره و جایی که فرود میاد پاسور این اینا همش یه متر تا بود یه گام فقط این الان مثلا بین پلاس و چیزه دیگه اینها رو حین بازی سعی کنید تو اگر حالا ان شاء الله رسیدیم به اون مرحله که حین بازی بعد پلاس بزنید بعد تو بعد از بازی میشه ادیتش کرد دیز کرد تو حین بازی اصلا مخصوصا تو یه مقدار تو حین بازی بعد به سمت مثبت زد ولی بعد از اینکه بازی بخواید تیم تیم حریفو بخواید چند تا بازی شانه است که اونجا باید دیگه دقیق چیز باشه این میانا اینجا سرعتی هم حرکت میکنه حتی میتونه سرعتی هم پاس بده ولی ما ساین رو در نظر میگیریم این الان خیلی از آنالیزورهایی که الان هم دارن تو لیگ هم کار میکنن اینا رو اشتباه میزنن اینا رو خیلی هاشو پلاس میزنن این هم همینجوری این هم این پلاسه دیگه اصلا چون این چون جایی که فرود میاد پاسور میاد به سمت چیزیز ولی این نه این ببینید این اومد دیگه توی یه متر سومیه دیگه اومدش دیگه واقعا سرعتی هم سخت بودش که بدید این هم همینجور ولی سرعتی رو دادش حالا کار به اون تونستن نتونستن ایناش نداریم که زده اینا دریافت های منفی ببین روب رفت اونجا یه بازیکن غیر از پاسور پاس داد ببین مثلا اینو ممکنه شما بگید هنوز خیلی نرفته ولی این هم دیگه منفیه دیگه این دیگه عملا دیگه سرعتی اصلا دیگه نمیشه پاس داد دیگه سرویسش این میشه پلاس
اینو آنظر ما اشتباه زده. این دریافت میشه استش. ببین توپ رفته بیرون زمین. یکی هم رفته پاس آورده اصلا نتونستن حمله بکنن دیگه. آره. آها. حالا اینو خیلی سختگیرانه باشیم میتونیم بزنیم اصلا اسپک سرویس ماینوس ماینوس هم میتونیم دریافت ماینوس ماینوس هم برای این بزنیم. ولی اینجا این پسره میتونست خراب کنه. حالا اینو براش چی بزنیم؟ اتک بزنیم یا فریبال؟ فریبال بزنیم چون این اتکی هم نبودش. اگر همین رو رد میکرد هیچی براش نمیزنیم. نه اتکی میزنیم نه فریبالی میزنیم. ولی چون میخوایم تو ارور مشخص بشه این ارور اتک هم نیستش دیگه. این برای همونجوری که شما گفتی اتک اگه اینم اتک ارور در نظر بگی اونم که بلند شده با سه دفاع مثلا میخواسته بزنه به انگشت اونم اوت شده خب این دو تا با هم متفاوت پس اینو میایم فریبال در نظر میگیم میزنیم یه فریبال ماینوس ماینوس فریبال مگه دریافت درسته این توپا رو میگیم فریبال ارسال فریبال بوده آره آره هم ارسال هم برای این توپا رو فریبال میزنیم اف دنباله آه ببین این الان توی یک سوم بودش دیگه ارتفاعش کم بودش مجبور شده حالا بعضی وقتا هم پاسورا دیر میرن زیر پاس ولی خب دیگه چاره نداره ما بعد دریافت و بر اساس اون چیز اتفاقی که افتاده در نظر نمیتونیم بگیم این دریافت شما مثلا سایم بود ولی چون پاسورا دیر رفتش زیرش مثلا دیر پاس داد بیایم چیز بگیریم ببین مثلا این الان سایم رو محفظ بزنیم رو هایبال نه نه ببین الان این دریافت به نظر شما چیه؟ سرعتی زن نگاه کن خب میدونم سرعتی من کنه برم هایبالی که پاسور پاسور خب باشه خب پاسور پاسور شما دو تا مهاجم کامل داره ولی هایبالی که غیر پاسور پاسور شما فرقی نمی کنه فرقی نمی کنه شما شاید مثلا اینجا برسه پاسور بیادش خود لیبرو پاس بده ولی لیبرو بیاد مثلا رو به سمت چهار دو پاس بده قدرت ها میان بدون دفاع پاس بده کلا میگم یعنی میگم این توپا این دریافت الان دریافت ساینه چون اولا که اصلا بیرون یک سوم رسیده قوسش چیز بوده سوراریزن کلا از کار افتاده حالا میخواد میتونه دو تا پاس بده حالا میخواد پاسور پاس بده غیر پاسور پاس بده این منفی دیگه گفتم اشتباه گفتم ساین حالا از دو طرف میتونم بزنم اگه ساین نباید بزنم نه ببین نه ببین ما گفتم یه تعریفی داریم که بگیم آقا دریافت که دریافت ساین دریافتی که به دو منطقه پاس میتونه بده حتی با دریافت ساین سرعتی هم میشه پاس دادش ولی این دریافت منفی هم اونجوری نیست که فقط مثلا میگم دریافت منفی میرسه اینجاها پاسور باشه و هر دو طرف میتونه پاس بده پس نمیتونیم بگیم که چون اینجا رسید چون به هر دو تا میتونه پاس بده دریافت ساینه نه دریافتی الان اینجا اومد عملا ما دو تا چیز داریم سرعتیمون از کار افتاده یه پاس تقریبا داریم هایبالی داریم میزنیم این میشه منفی این هم همینجوری این هنوز جایی که پاس میده هنوز مثلا پشت یک سوم دیگه عملا دیگه ولی منفی ببین الان اینجا دریافت توی یک سوم میرسه ولی قوسش یه جور شاید پاسوره آره زود حرکت میگه حالا یه تفاوت داره اینو چرا استش در نظر نمیگیریم یه حمله که حالا درست حمله پاس بد بود پاس بی دفاع بودش چیز بودش ولی ببین این تیم مقابل تیم سایپا نتونست بعد از اون یه فریبال درست بکنه یه دونه حمله ای که بتونه از همه مناطق چیز بگه پس اینو دریافت منفی در نظر میگیریم پاس اینم این پاسی هم که برای این میذاریم پاس منفی بعد بذاریم دیگه چون شاید میتونست بهتر پاس بده اسپکش هم اسپک منفی میشه ببین لیبرو اومد به این طرف پاس داد دفاع هم جا گذاشت حالا ببینیم اینو تونسته حمله بکنن آها ببین چرا این اسلش نیستش همین این حمله که کردش با اینکه توپو ساده رد میکرد فرق میکرد ببین اینا حمله کردن درست خوب نرسید اینا پاسور مجبور شدش جا خالی بندازه دوباره توپ اومد اینجا این دریافت میشه منفی اگه همینو به جای اینکه بلند شد اونجوری همینو ساده رد میکرد این دریافته میشدش اسلش چون اون تیم میتونست
با یک فریبال یه حمله خوب رو انجام بده. ببین لیبرو از کجا مخالف پاس داد؟ پس نمیتونیم بگیم پس اینجا چون از دو منطقه چیز کردن میشه ساین منفیه. و دریافته اسلش ببین آها اگر همین رو به شکلی زده بودش که اینا یه جور میگرفتن تو بیرون یک سوم میرسید یه جور میگرفتن اون میشه دریافت منفی اونم برای اونم اسپک میذاشیم ولی الان برای اون کسی که توپ رد کردم هیچ اکشنی رو نمیذاریم. برای اون که رفت پاس داد پاس منفی میذاریم که حالا درست سخت بوده امکان پذیر نیستش که شاید از اونجا پاس بده ولی ما بعد توی چیز برای اونم یه پاس منفی بذاریم. نه اینو دیگه نباید برای اون بدبخت پاس بذاریم دیگه چون دیگه اصلا نمیشه اون فقط خیلی هم دمش گرم رفت اون توپ رو آوردش. الان ببینید این گفت گفتم آره گفتم این توپا رو گفتم فریبال در نظر اگر بخوایم اینو برای ارزیابی کنیم فریبال اینو مثل دریافت برای فریبال در نظر بگیریم میشه فریبال پلاس. هیچ چیزی لازم نیست بزنیم اکشنی بزنیم بعد از بازی بهش میگیم آفرین. این توپایی هم که رد میشه فرقی نمیکنه که اون تیم سه ضرب بکنن یا اینکه مستقیم اینو بدن در صورت دریافتش دریافت اسلشه. خب سرویس دریافتم جا افتاد متوجه شدین کامل ساین دیگه باید چند بشه چشم آرام دریافت مستقیم رد بشه امتیاز بشه همین دیگه گفتم فرقی نمیکنه جفتش اسلشه برو تا بخواب آها دریافت سوال کردم ببین گفتن سرویس رو زدیم این تیم دریافت کرده دریافتش رد شده رفته اون طرف تو زمین اونا خوابیده حالا اینا رو چی باید بذاریم؟ اینا رو مثلا میگم اگر رد شدهش اسپوکر میتونست بلندش اسپک بزنه نزد میتونیم یه اتک ماینوس ماینوس برای اون بذاریم. اگر رد شد دو نفر با هم یه تعارف کردن فریبال ماینوس ماینوس میذاریم برای اون تیم چون یه فرصت فریبال داشته استفاده نکرده اونا همینجوری خیلی از پاسور ها میان چیز میکنن. حالا اگر پاسور اومد اگر این سرویسی که زدیم توپ رد بودش پاسور جا اومد با تا لحظه آخر نشون داد کاری که سعید معروف انجام میده میانشون به دستشون میگیشه توپ هم جا خالی میشه. اگر اون پاسور اگر پاسور یار جلو باشه شما میتونید یه جا خالی برای پاسور بذارید. حالا درسته که توپو لمس هم نکرده اونجوری دریافتش میشه منفی و جا خالی پاسور دیگه. اینجا پاسور کمک کرده به اون دریافت کننده که از دریافت اسلشش تبدیل کرده به یه فرصت برای حمله. ولی اگر پاسور تیم مقابل پاسور یار عقب باشه شما نمیتونید جا خالی براش منظور بکنید چون بهتون گیر میده میگه که این بازیکن یار عقبه چجوری یار جلو به اصطلاح اسپایک زده. اینجا باید برای همون فریباله خطای برای تیم مقابل بزنید که چون اونم میدونستن که این پاسور یار عقبه نمیتونه جا خالی بنازه چرا باهاش پریدی مثلا چون بعد آماده بودی که این توپر یا میزدی یا میگرفتی این خطا انجام داده دیگه. این اروری که برای فریبال حریف میذاریم شما گفتید ارور فریبال تو مچ ریپورت نمیاد چرا ارور فریبال میادش جایی مثلا ما توی مچ ریپورت چیزی جایی که فریبال نشون بده که ما ولی جزء اپوننت ارورها حساب میشه چرا دیگه برای همون مدافع یا فریبالش رو میزنیم یا به اصطلاح اسپکش رو ماینوس ماینوس میذاریم. ما توی دریافت پلاس و ماینوس میگیم که اگه مثلا حالا پاسورم سرعتی پاس داد ولی ما به منطقه فرود توپ دریافت کار داریم آره میگه به قابلیت پاسور کار نه نه به معنی ولی الان وقتی دریافت کننده توپش رد میشه اینو میگیم که اگه پاسور اومد این کارو انجام داد اینجا دریافت و اسلش نه ببین دریافت اسلش نمیزنه دریافت اسلش نمیزنه چون مثل همونی بودش که توپ داشت میرفت بیرون چیز میکردیم الان رد کرده دیگه
ما کار نمی‌کنیم پاسور اومده با قابلیتش مثلا پایین گرفته این دریافت بعد شد. باز اینا جز مواردیه که شاید آره تو متنش رو شما بنویسی اگه بخوای طبق قانون اساسی حساب کنی تناقض حساب میشه، میگی چطور برای این رو. ولی ما با آدم در با یه سری انسان داریم چیز میگیم، نمیتونیم اینا فقط روی قانون اونجوری چیز بکنیم. اینا چیزایی که اولا کم اتفاق میفته تو بازی، بعدم این که اون حالتی که شما میگی چرا من گفتم که مثلا این دریافت اینجا رسیده سرعتی پاس داده، ما میگیم کار نداریم این که اون سرعتی زده اینا، این برای اینه که ما اون رفتار میگم شما داری از یه جا بعد از دید ارزیابی دریافت اینو بررسی کنی، یه جا از دید ارزیابی مهارت پاسور. به خاطر همین اینا رو بعد با خودمون مدیریت کنیم، یه چیزی رو به دست بیاریم. یه موردی هست مثلا میگم بعضی از پاسورا عادت دارن اینجا وامیستن، حتی اینجا عادت، و اون تیم هم مجبور میشه که دریافتاش اینجا برسه. ما اینجا درسته این دریافتا رو پلاس میزنیم، دریافتا رو پلاس می نمیتونیم بگیم چون این پاسور عادتش، ولی وقتی که داریم اون پاسور رو آنالیز میکنیم به سرعتی زنمون به این دفاع کناره اینجا میگیم که ببین این پاسور عادتش هستش که اینجا وامیسته. شما اینو بر مبنای این بگیرید که دریافتی که اینجا هم میرسه ما اگه گفتیم سرعتی زیاد پاس میده این توپ هم در نظر گرفت. اینا یه چیزای خاصه، خیلی روی استثناءات تاکید نداره. این استثناءات مال خیلی تو حالت پیشرفته است که نه چرا بلاک ماینوس، چون باز گفتم بلاک ماینوس ماینوس جزء ارور حساب نمیشه. ما میخوام ببینیم اون پوانه رو بعد به یه تیمی بدیم دیگه، بگیم که این پوانه رو یا از حمله تیم خودیمون گرفتیم یا از خطای تیم مقابل گرفتیم دیگه. چون بلاک ماینوس ماینوس ارور حساب نمیشه، اینو بعد یا اتک برای تیم خودی در نظر بگیریم یا فریبال یا اتک ارور برای تیم مقابل. ساینا رو چند تا دیگه از اینجا از آخر نشون بده. این الان پلاس هم میشد در نظرش گرفت، این چون خیلی اومده تو منطقه 4 اینو براش ساین داره، ولی اینو مثلا میشه پلاس هم در نظر گرفت. این پاسور شاید جایی که میپره حتی توی یه متر دومه، ولی مثلا جایی که توپو لمس میکنه، جایی که پاس میده دیگه اومده توی یه متر سوم دیگه، این میشه ساین. اینم پلاس میشه خوردش. این چون دیگه این سرعتی دادن اون توپ خیلی سخته بخواد سرعتی پاس بده، به خاطر این ساین زده. این یعنی چرا ساین خورده؟ اصلا هم رفتش اینجا، هم اینکه تقریبا توی یه متر سومه ساین خورده. منفی هم که خیلی سختگیرانه بخوایم بگیریم منفی میشه. حالا این چرا منفی نبوده؟ چون ببینید هنوز بعد ببینید اصلا پاسوره با چون خوب میره زیر توپ دیده قشنگ دفاع رو یه جوره جا میذاره. حتی حالا ببینید الان سرعتی هم پاس داد، ولی دریافت ساینه، کار نداریم که حالا سرعتی پاس داد سرعتی هم خوابوند. این هم ساینه، ولی دیگه اصلا ببینید حالا اینو مثلا میشه منفی هم در نظر گرفته اگه بخوایم خیلی سختگیرانه چیز بکنیم، چون دیگه سرعتی زن هم کلا حرکت نکرد دیگه. خب ارزیابی ها گفتیم، فقط ارزیابی پاس موندش. ما برای پاس تقریبا ارزیابی خیلی خاصی رو بر مبنای چیز نداریم، بر مبنای علائمی که توی آنالیز هستش نداریم. یه جورایی سلیقه‌ایه برای پاس هم که مثلا چون اولا که پاس شما حین بازی
پاسایی که خوب داده میشه رو مثلا پاسور که پاس خوب داده میشه نیازی نیستش که وارد بکنی خودتون با یه حالا میرسیم بهش با استرکال وارد میکنی نیازی نیستش اصلا بزنید که مثلا ما تو همه تکنیکای دیگه میزنیم که مثلا اسپک پلاس پلاس دریافت ساین ولی برای پاس نیازی نیستش برای پاس پاسور بزنیم که مثلا پاس ساین پاس پلاس پاس پلاس پلاس نه اونو لازم نیست بزنیم حالا چیزای دیگه رو وارد میکنیم برای پاس من خودم میگم اصلا نه فرمول افیشنسی و ارزیابی داریم که بخوایم چیز بکنیم بیشتر میایم چون معمولا پاسورا مثلا اگر یه پاسور 100 تا پاس میده 80 تاش 90 تاش معمولا خوبه 10 تا 20 تاش چیز دیگه ما میایم اون فقط پاسای منفی رو اگر یه موقع پاس خرابی بده حالا این پاس خراب اگر حالت دو ضرب شدهش یا حالتی به وجود اومدش که اصلا نتونستیم حمله بکنیم که اصلا پاس ماینوس ماینوس میذاریم اینو باید در نظر بگیریم برای پاس ولی برای حالتهای دیگهش مثلا میتونیم سه تا حالت در نظر بگیریم پاس خوب که با پلاس پلاس یا پلاس در نظر بگیریم پاس منفی که پاسایی هستش که پاس میده پاسور ولی نمیتونیم حمله روش بکنیم مجبور میشیم فقط توپ رد بکنیم و پاسای خطا حالا یه وقتایی هستی پاسور مثلا میاد پاس میده اصلا پاسش رد میشه از توی اون تیم مثل حالت توپگیری که گفتیم که توپگیری ماینس داریم و توپگیری اسلش داریم اینجا هم ما میتونیم مثلا بعضی از آنالیزورها میان اون پاس و پاس اسلش میذارن بعضیا نمیذارن همون یه منفی میذارن من خودم میگم پاس رو سه دسته تقسیم کردم پاس پلاس پاس منفی و پاس ماینوس ماینوس پاس پلاس پاسی که خوب داده میشه حالا چه پاسور چه غیر از پاسور چه دو دفاع چه سه دفاع که این بعد پاس منفی داریم که پاسو میده حالا باز دور چه پاسور باشه چه غیر از پاسور حمله روش نمیتونیم صورت بگیریم و پاس خطا که حالا دو ضرب باشه پاس اصلا نتونیم اسپایک بزنیم بیرون بیفته هر جایی که چیز باشه اینو این سه حالتو برای پاس میگم خیلی نیاین روی پاسم چیز بکنین چون بعدش کاربردی براتون چیزی رو نمیتونی ازش خروجی خاصی رو در نظر بگیریم بعضیا مثلا میان پاس پلاس تگ دفاع رو مثلا پلاس پلاس در نظر میگیرن پاس دو دفاع رو پلاس در نظر شاید ممکنه یه پاسور حالا میگم یا خیلی از پاسایی هم که اسپوکرها میزنن کیفیتش خوب نیستش ولی چون اسپک خوابونده اسپک رو زده ما پاس پلاس در نظر میگیریم بخاطر همین خیلی ذهنتون رو روی ارزیابی به اصطلاح پاس چیز نکنید یه مورد که آره پاس بیشتر برای رو بحث مسائل تاکتیکیه اصلا این بی آی اس مسابقات که میاد رتبه بندی میکنه پاسورا رو یه عددی هم برای میده اون چیه ببین سیستم وی آی اس که حالا یه مختصری هم حالا آخرش بهتون خواهم گفت در مورد وی آی اس تو سیستم وی آی اس اصلا چیز پاس رو بر مبنای اینکه اسپک خوابیده یا نخوابیده اصلا حساب میکنن یه چیز از نظر من اصلا منطقی هم نیستش که حالا چیز باشه من هنوز نتونستم توی این هم مسابقات رفتیم تشخیص بدم که مثلا این پاسورها رو چه حسابی چون وقتی میای با اسپک هم در نظر میگیری یه فرمول خاصی توی برنامه خود وی آی اس داره که استفاده میکنه حالا الان نمیخواستم بگم ولی میگم چون الان دیگه مسابقات به اصطلاح تمام مسابقات که زیر نظر اف آی بی برگزار میشه وی آی اس هم با نرم افزار دیتا بولی انجام میشه و حالا از اون سیستم قبلا که سه نفر این ور میشستن سه نفر اون ور میشستن یکی وارد میکرد یکی میخوند اینا از اون حالا در اومده و با همین نرم افزار انجام میدن یه سری تفاوتای ریز داره مثلا میگم اونجا دریافت پلاس و ساینش تقریبا یکیه دریافت اسلشش فقط زمانیه که توپ مستقیم رد بشه و حمله بکنه حتی اگر توپ رد بشه اون طرف مثلا سه ضرب بکنن هم دریافت اسلش در نظر نمیگیرن یه سری جزئیات اینجوری ریزه اینجوری داره وگرنه بقیهش همینجوری هستش در مورد پاسش هم اینجوری یه فرمول نمیدونم واقعا این فرمولشو توی دستور عملش به ما که می‌خواستیم بزنن گفته بودن که مثلا اگر پاس تک دفاع بود بزنیم پلاس پلاس اگر دو دفاع سه دفاع شد پلاس بزنیم ما هم اونجوری وارد می‌کردیم ولی من فکر نمی‌کنم بر اساس اون ارزیابی کردیم نمی‌دونم واقعا فرمول چیزش هیچ موقع نتونستم این فرمول رو به دست بیارم من قبلا سه تا کیفیت داشت یعنی امتیاز می‌شد در رالی ادامه آره. می‌کرد بعد یکی خراب می‌شد الان هم فکر می‌کنم بر اساس همین نرم افزار همینجوری همین گفتم اگر پاسی که داد اسپک خوابید یه امتیاز داره اگر در جریان بود رانینگ ست داره و استیل ست داره و ارور داره رانینگ ستش فکر میکنم همونی که منجر به امتیاز بشه اسپک استیل ست داره که اسپک هایی که در جریان بوده و
یه دونه هم داره که به اصطلاح خطای دیگه، خطای پاسه. اگه با توجه به دریافت امتیاز بدن عادلانه‌تر نیست که پاسور، چون که اصلا ما درو آره قابلیت اسپگه چی هستش اینا؟ دریافت ضعیف و دریافت خوبالی اگه خب اونم باز دوباره یه چیز خاص خودشو داره، ممکنه یه تیم دریافتش نرسه ولی پاسور خوب پاس بده. به خاطر همین میگم اصلا ما ارزیابی برای پاسور از لحاظ کیفیت پاسی نداریم که آماری بگیم که این پاسور 70% پاساش خوبه مثلا 10% خوب نیستش، کیفیت اونجوری نداریم، ولی میتونیم تعداد خطاهاشو در بیاریم. ارورای آن فورس ارور مثل مثلا خطای اره اینا رو چیکار؟ حالا الان بهتون میگم بگذاریم از این حالت، از این مین کد بیایم بیرون، بعد اونا رو بهتون میگم. ما توی مین کدا گفتیم که اول به اصطلاح گفتیم اول میام چی رو مشخص میکنیم؟ تیم خودی که یا ستاره بود یا کوچیک بودش، بعد بعدا شماره بازیکن بودش، گفتیم از 1 تا 99 بودش، بعد تکنیک بودش که من اینو با اس که میذارم یعنی اسکیل، اسکیل بعد اینجا تایپش بود که حالتش بود و ارزیابی که بهش میگن اوالویشن. خب تا اینجاش که مشکلی نبودش، گفتیم که شماره مثلا میگیم شماره آ مثلا 10 یک سرویس داده و بعد حالا ارزیابی میکنیم. قبل از اینکه ارزیابی بیفته این قسمتی هستش که بعد حالت توپ رو مشخص بکنیم که اون به اصطلاح تکنیک رو به چه صورت انجامش داده. در مورد حالت توپ ها، خب ما تو والیبال یه اکشن ثابت نداریم دیگه، همیشه بعد از سرویس چیه؟ دریافت دیگه. اگر سرویس پرشی زده شده باشه نمیشه دریافتش موجی باشه، پس همیشه سرویس پرشی دریافتش پرشیه، سرویس موجی دریافتش موجیه. تو تکنیک های دیگه هم همین جوریه دیگه. ببین بعد از سرو رسپشنه، بعد از اتک یا بلاک یا دیگه خب یا دیفنس دیگه، بعد از این هیچ حالت دیگه که وجود نداره. پس هر حالتی که برای سرویس در نظر بگیریم برای دریافت هم هست، هر حالتی هم که برای اسپک در نظر بگیریم برای دفاع و توپگیری هست. یعنی این نفر اسپک سرعتی که میزنه اگر دفاع بشه یا دفاع بکنه، دفاعش هم دفاع سرعتی بوده دیگه، اگر اسپک های بال بزنه دفاعش دفاع های بال بوده، پس اینا یه رابطه مستقیم با هم دیگه دارن. حالا این حالت های توپ برای تکنیک های مختلف گفتم متفاوته. برای سرویس ما 3 تا حالت داریم، اینجا نوشتم دیگه، کویک اینو الان اضافه کردم، اینو دوباره براتون میفرستم، این فایل پی دی اف جدیدش میفرستم براتون، کویک، میدیوم و های. اگر سرویس پرشی زده شده باشه کویک میذاریم که دریافتش هم میشه دریافت پرشی، اگر سرویس پرشی موجی زده شده باشه سرویس مدیوم میذاریم، و اگر سرویس درجا زده شده باشه سرویس های میذاریم که اچ هستش، اینا نمادش کیو ام و اچ هستش. این 3 تا حالتیه که برای سرویس و دریافت استفاده میشه. حالا الان چون یه سری سرویس های اومده، حالا اصطلاحا میگن سرویس های هیبریدی، مثلا میگن سرویس هایی که تبدیل میکنن، بازیکن توپ رو به حالت پرشی میندازه موجی میزنه، یا برعکسش موجی میندازه پرشی میزنه، ما به حالتی که توپ رو میندازه کار نداریم که حالتش چجوری هستش، به نوعی که توپ میادش کار داریم. یعنی اگر سرویسش پرشی انداختش موجی زدش تبدیلش کرد به موجی، اون سرویس موجی در نظر میگیم، و برعکسش اگر موجی انداخت تبدیل به پرشی کردش حالت پرشی در نظر میگیم، کار بینیم. حالا بعضیا میان مثلا میگم چون ما چند تا دیگه هم نمیگه مثلا تنس و اینا، مثلا میان اون سرویس ها رو مثلا سرویس های تنس در نظر میگیرن، اون سلیقه‌ای به نظر من کاربردی نداره. چون بعدش چرا کاربردی نداره؟ ما اگر بیایم
مثلا بیایم بگیم اون سرویس ها، چون خیلی از این بازیکنایی که اینجوری معمولا سرویس میزنن اولا که تبدیل میکنن، یعنی اونایی که قابلیتشون بالاست همون پرشیه رو بعضی وقتا پرشی میزنه، بعضی وقتا تبدیل میکنه موجیش میزنه. به خاطر همین از همون حالت استفاده کنیم بهتره. شما همین حالت رو نه مدل دیگه ای رو استفاده کنید، همین سه تا حالت رو در نظر بگیرید. بعد در مورد اسپک که خب بعدش هم اسپک گفتیم، بعد از اسپک دفاع و توپگیری هم به اون در نظر گرفته، بر اساس اون در نظر میشه. حالت‌های مختلف برای پاس، پاسای کویک هستش که حملات سرعتی میشه. حالا سرعتی یا انواعش، بسته، باز، بریده، دو پرشه، هر مدلی که هستش حملات سرعتی رو که با کویک نشون میدیم. تنس همون حالت پاسای تیزه که حالا از منطقه 2 و 4 یا پشت خط زده میشه. و حالت های داریم که توپای بلنده. حالا الان میخوام توضیحات تفاوت این دوتا رو بهتون بگم. و حالت مدیوم که مال توپای مثل پایپ و توپای کار ترکیبی که انجام میدن حالا تو خانوما هستش. یه سری توپا هم داریم که آدره، حالا توپای دیگه است که با او هم نمایش داده میشه و مثل جاخالی پاسوره، یا توپایی که داره رد میشه بلند میشه یه نفر اسپک میزنه رو اون توپه است، یا دست دومی که پاسور یه بازیکن غیر از پاسور رد بکنه، اینا جز حالتای آدر قرار میگیره. حالا نکته خیلی مهم در مورد تفاوت این پاسای تنس و های هستش. ببینید ما برای ارزیابی این نوع پاسا، اولا که حالا اینم حالا بعدم میرسیم بهش، اینها رو این مال توی قسمت مقدماتی کد زدنه که شما باید این حالت‌ها رو برای حمله این حالت‌ها رو در نظر بگیرید. تو حالت‌های پیشرفته‌اش که اسم پاس رو برای هر پاسی یه اسمی در نظر گرفتیم، وقتی که اسم پاس رو وارد می‌کنید اینها خود به خود خود نرم افزار تشخیص میده و کارش رو انجام میده میذاره. اصلا نیازی نیست که برای تک تک تکنیک‌های اسپک و دفاع و به اصطلاح توپگیری این حالت‌ها رو به کار ببرید. ولی خب تو شروعش باید متوجه بشین که کدوم پاس کویکه، کدوم پاس تیزه، کدوم پاسه. در مورد پاسای کویک، پاسای سرعتی که همش مشخصه که سرعتی زن اسپکو میزنه و حالت‌های مختلف داره. اما در مورد پاسای تیز و پاس بلند، وقتی که دریافت تقریبا تو کل یک سوم میرسه، حالا چه پلاس پلاسه، چه پلاسه، چه ساین باشه، چه این جاهای مختلف که میرسه، اسپوکرها هر کدومشون یه ارتفاع پاس خاص مخصوص به خودشونو دارن. شما اکثرتون مربی هستین، با بازیکن یه بازیکن دارین که از منطقه 4 این توانایی رو داره که پاسش یه متر باشه، حالت خیلی تیز بزنه. یه بازیکن دارین که نه، دوست داره پاسش یه ذره قوس داشته باشه. یکی داره اینجوری میزنه، یکی داره که اصلا این دوتا هم نمیتونه بزنه، مجبوره که مثلا یه پاس اینجوری بزنه یا پشتش به همین شکل. من روی بازیکن ها که میزنم که توی ذهنتون بره، مثلا شهرام محمودی پاس پشتش موقعی که منطقه 2 بود پاسش عملا اینجوری بود، حتی یه حالت بریده پشت میزدش. یه مثلا امیر غفور یه ذره بلندتر از اون مثلا میزدش. مثلا میگم رضا قرا اینجوری بعد بهش پاس میدادن که اسپایک بزنه. اینا رو دارم مثال میزنم. یا مثلا این طرف بخوام مثال بزنم، حمزه زرینی، میلاد بادیپور از این بازیکنایی بودن که تیز میزدن، خیلی سرعت پاسشون، سرعت گامشون تیز بود، پاسشون تیز میزدن. ولی مثلا میگم فرهاد قائمی این پاس اینجوری رو میتونه بزنه، اصلا توانایی این که این پاس رو بده. ما همه پاسایی که از توی یک سوم تا روی توی این منطقه رو به منطقه 2 و منطقه 4 داده میشه با دریافتایی که اینجا میرسه و پاسور پاس میده رو همه رو تنس در نظر میگیریم. نمیایم یه متر دستمون بگیریم بگیم خب چون میلاد وادیپور اینو تیز میزنه پس مال فرهاد قائمی این میشه های بال. نه، این حالا فرقی نمیکنه، هر بازیکنی که از توی یک سوم بهش با اون قوسی که مورد علاقه خودش بهش پاس دادن رو تنس در نظر میگیریم. حالا کدوم پاسا میشه پاس های بال؟ پاس های بال که با علامت اچ نشون میدیم پاسایی هستش که از بیرون یک سوم پاسور یا غیر از پاسور با ساعد با یه ارتفاع خیلی بلند بهش پاس دادن و معمولا با 2 دفاع با 3 دفاع مواجه هستیم. اینها رو توپا رو های در نظر میگیریم.
همین الانش هم خیلی از آنالیزورها این اشتباه رو میکنن و مخصوصا تو توپای برگشتی که اینجاها میرسه این پاسای برگشتی رو های در نظر میگیرن، در صورتی که همه اون پاسا تی هستش، تی هست. و حالا اینو بهتون بگم چون ممکنه الان مثلا برید از آنالیزورها وقت فایل اسکات بگیرید دیدی اینو یو زدن، بعضی ها اومدن اینو تی رو تبدیل به یو کردن، فرقی نمیکنه چیزش یکیه. آره این مثلا سوپر مثلا در نظر گرفتن، ولی کلا ما این دو دسته رو داریم. حالا چرا بعد این رو ما تفاوت رو قائل بشیم؟ چون اون اگر بخوایم ما این پاسی که از اینجا مثلا به فراد قائمی داده میشه و اینجوریه با دو دفاع با یه دفاع رو بیایم با اون توپ های بالی که از اینجا داده میشه با سه دفاع همه جفتش یکی در نظر بگیریم، توی وقتی میخوایم ازش مسیر اسپک بگیریم، میخوایم ویدیو درست کنیم، این تفاوت ها لحاظ میشه که به اصطلاح چقدر این مدل گامش، مدل ضربه زدنش، مدل چیزش فرق میکرده توی اسپک. پس این رو خیلی خیلی بعد توجه داشته باشین. یه مقدارم تو شروع سخت، الان ما مطمئنم شما بشون بهتون شروع کنیم ببینید اکثر این تو پاس سعی میکنیم فهم میکنیم که پاس های باله چون پاس چیز میشه، ولی ما میگم ما به متراژش کار نداریم. حتی همون بازیکنایی که تیز میزنن مثلا خود شهرام محمودی اینجا که دریافت میرسید اینجوری بهش پاس، ولی اگر از اینجا بهش پاس میدادن دیگه اون ارتفاع و چیز طبیعیه که یه مقدار بلندتر میشه. ما نمیتونیم بگیم که این پاس تیز بوده این های بال، نه های بالش میشه توپی که پاسور توپ گیری کرده مثلا لیبرو اومده یه پاس خیلی بلنده، یا مثلا خود پاسور از بیرون اکسترمون یه توپ که خیلی قوس داده رو بشه. پس حتما این تفاوت ها رو در نظر بگیرید برای پاسا. خب میخوام یه 10 دقیقه استراحت بکنیم بعدش، چون مطالب زیاده میدونم گیج میشین. امدا ستاپ گذاشتم که دانلود کنین، حالا اونایی که تا الان دانلود کردن فعلا دانلود نکنن چون الان امتحان کردم باز نشد، چون اینو ما بدون قفل تو مسابقات قهرمانی جهان جوانان توی شهریور استفاده میکردیم، باز هم میشد نمیدونم چون الان نصب شده. خب پس اگر نصب شده باشه خیلی خوب. پس آره الان ببینم چون شاید تو سیستم من چون لایسنس خود اصلیش تموم شده باز نمی کنه. خب دیگه الان باز شده دیگه، تو اکثر تون دارین دیگه. خب پس دانلود بکنیم، اونی هم که نکردن دانلود بکنم. خب شما هم به خاطر اینکه با قفل کار میکردیم اونجا به خاطر اون بوده. حالا امتحان کنیم ببینید میشه یا نه. حالا داشته باشید. خب اگر یه جمع‌بندی بخوایم بکنیم این مطالبی که تا الان گفتیم، گفتیم که برای اینکه یک رالی رو شروع بکنیم به کد زدن از انتخاب تیم شروع میشه، مثلا میگیم تیم اپوننت شماره 7 یک سرویس داده، سرویسش رو مشخص میکنیم، مگر میگیم سرویس پرشی موجی مثلا زده و بعد ارزیابیش میکنیم، میگیم سرویسش رو منفی مثلا زده. خب قاعدتا بعد از این چه اتفاقی افتاده؟ یکی از بازیکنان تیم هوم مثلا میگیم شماره 8 ستاره گفتیم لازم نیست بزنیم، اینو زیرش می‌نویسم شماره 8 تیم هوم که گفتیم ستاره نمیزنیم دریافت کرده، دریافتش چی بوده؟ ام بوده و با توجه به اینکه این سرویس منفی بوده دریافتش چی بوده؟ یا مثبت بوده یا پلاس پلاس بوده دیگه، فرض می‌کنیم پلاس پلاس. بعد از این چه اتفاقی میفته؟ مثلا میگیم خب اینجا الان نوبت کدوم تیمه؟ تیم خودی. مثلا شماره 3 یه پاس داده، پاسش هم خوب بوده، پاسش حالا یه پاس تیز داره توی چون دریافت کنید دریافت خوب رسیده دیگه، یه پاس تیز داده و پاسش هم خوب بوده، بعدش چه اتفاق میفته؟ خب شماره مثلا میگیم شماره 1 چیکار کرده؟ اتک کرده. چه اتکی کرده؟ یه پاس تنس بوده دیگه. آره تنس بوده. پاسش ارزیابی پاس
گفتیم مثبت میذاریم دیگه، همه پاسه که پاس خوب باشه مثبت باشه. شماره یک اتک کرده و اسپکش رو فرض میکنیم تیم مقابل زخمی کرده، چی میشه؟ اسپک زده دفاع تیم مقابل زخمی کرده، زخمی کرده، نگفتیم که حمایت شده، زخمی کرده. خب فرض کنیم شماره 6 تیم بعد اینو بعد با چی بزنیم؟ آ 6 بعد بلاک مثبت. بعد از بلاک چیه؟ مثلا لیبروشون مثلا شماره ای 17 چیکار کرده؟ دیگ دیگه چی بوده؟ تنس بوده. حالا اینو این الان چون به چیز خورده، به دست دفاع خورده و رفته تو زمین، تو نمیتونیم بگیم تنس بوده نه، ولی مهم نیستش. حالا اینش های بذارید، تنس بذارید، کویک، همین حتی های هم میتونیم بذارید. دیفنس کرده و چی بوده؟ پلاس بوده دیگه، توپ گیری کرده دیگه بعد از گیره. خب بعدش چه اتفاقی میفته؟ خب ای شماره پاسورشون مثلا فرض کنیم 9 چیکار کرده؟ ای پاسش هم حالا پاسش فرض کنیم های بال پاس داده، یه پاس های بال داده و مثبت. ادامهش اینجا می‌ذارم. خب این طرف حمله، مثلا ای اول بعدش یه بازی کن مثلا 4 چیکار کرده؟ اتک زده. اتکش چی بوده؟ های. تبدیل به امتیاز شده، تبدیل به امتیاز شده. و بعدش تیم کدوم تیم؟ تیم هوم 12 بلاک ماینوس. این شدش یک رالی که شما در حالت عادی بخواید یه رالی فرض کنیم این اتفاق افتاده باشه، باید تمام این کدا رو وارد بکنید، وارد بکنید و بعد رالی رو تمام کنید به نفع یک تیم، اون تیمی که امتیاز گرفته. خب قطعا این مقدار سخته دیگه، بخواید تو شروعش یه مقدار اینو وارد کنید، ولی باید به این ده. حالا چیزی که ما از شما میخوایم من فقط همین در حد فعلا در همین حد کد زدنه که به این شکل کد بزنید و وارد کنید. منتها وقتی که چون ما یه حالتی داریم که حالا بعد از اینکه تمرین کردیم تو جلسه ساعت بعدی اونو میخوام بهت بگم، یه حالت استفاده از حالت نقطه است، حالت که به اصطلاح نقطه یا کامپوند بهش میگن تو انگلیسی توی نرم افزار. خب گفتیم بعد از سرویس چیه؟ دریافته. بعد از اسپک چیه؟ دفاع و توپگیریه. خب وقتی که ما سرویس میزنیم مطمئنا بعدش دفاع انجام ندادن دیگه، تو اون حالت کامپوند دیگه لازم نیستش که وقتی که شما سرویس رو میزنید آره دریافت رو بزنید، یا دیگه لازم نیستش که خب سرویس موجی بوده دیگه، گفتیم دیگه سرویس پرشی موجی بوده، اون طرف دریافت هم پرشی بوده، پس دیگه لازم هم نیستش که حالت دریافت رو بزنید. پس دیگه بعدی که ما سرویس رو مشخص کردیم که سرویس منفی بوده، دیگه لازم نیستش که بگیم دریافته هم مثلا پلاس پلاس یا پلاس بوده. این باعث میشه که سرعتتون برای کد زدن، منتها اونجوری هم زدن برای شماست، چون شما هنوز الان توی بحث ارزیابی اینها قطعا الان رو فیلم شروع میکنیم چیز میکنیم، یه مقدار سخته براتون که بخواید وارد کنید. الان من گفتم حالا نرم افزار نصب کنیم، ولی الان میخوایم چند تا من رالی رو میذارم براتون رو هم کاغذ، رو کاغذ این کدا رو شروع بکنیم با هم دیگه به همین ترتیب بنویسیم. فقط این که ما الان فعلا از حالت نقطه نمیخوایم استفاده کنیم، به همینجور به حالت ترتیبی، حالا یا پشت سر هم یا ترتیبی بعد شروع بکنیم. وقتی که نوشتین سرویس، آره حالا میگم مثالش میزنم، ولی یه دونه مثالش مثلا میگم این رالی رو شما بخواید حالت نقطه حساب کنید بنویسید، کدش اینجوری میشه، نقطه 8 پلاس پلاس. یعنی به جایی که این همه کاراکتر چیز بکنیم بنویسیم، یه همچین حالتی رو استفاده میکنیم. حالا فرقی هم نمیکنه که این ارزیابی سرویس رو دریافت رو این طرف نقطه انجام بدیم یا این طرف نقطه انجام بدیم، منتها برای سرویس رو دریافت، برای سرویس رو دریافت بهتر این که ما این ور ارزیابی رو، چرا؟ چون
نه نه، چون اگر بخوایم اول ارزیابی سرویس رو وارد بکنیم بعد دریافت، باید ثبت بکنیم که ببینیم سرویس رو کی دریافت کرد، چه جوری دریافت کرد، بعد بیایم اینجا علامتش رو بزنیم. ولی اگر که می‌خوایم بزنیم بعدش، ما می‌نویسیم شماره 7 سرویس در نقطه، هر کس دریافت کرد ارزیابیش رو بعدش می‌ذاریم دیگه. دیگه اینجوری مدار سریع‌تر میشه چیزتون. حالا اون نکات اینکه سریع‌تر تایپ کنید توی چیز بتونید، ولی حالا اصلا ذهنتون رو فعلا از این حالت نقطه بردارید. فقط برای این گفتم الان که می‌خواید یادداشت بکنید رالی ها رو که رو کاغذ است، به این چیز کردیم مثلا اینجا نوشتین A7 صرف M، دیگه M دریافت رو نمیخواد بذارید. یا مثلا پاس رو اگر حتی پاس هم فعلا نمیخواد وارد بکنید، پاس هم مثلا نمیخواد وارد کنید، بیام اسپک و دفاع، مثلا اسپک که می‌نویسین T، دیگه دفاعش رو نمیخواد تیش رو وارد بکنید همونجا، یه ذره چیز چی؟ توپگیریش هم مهم نیستش، اینا فقط اینا رو حالا الان وارد میکنم، رالی رو میذارم، هر کس دوست داشتش بیاد شروع کنه اینجا، روی اینجا بنویسه یه نفرم. منفیه رو تو حالت نقطه اگه وارد کنی اون بر معلوم نیست پلاس یا پلاس. آره به خاطر همین، آره به خاطر همین دریافت رو میگم اون طرفش چیز کنی. ولی برای اسپک من خودم سرویس رو دریافت و موی کد میزدم، سرویس رو دریافت و اون طرف میذاشتم، اسپک رو این طرف میذاشتم. خود سیستم بعد براش تعریف بکنه، حالا بهتون میگم اون چیکار بکنه. برای سیستم هم میشه تعریف کردش که اگر الان مثلا تو شما توی سیستم، حالا بهتون میگم فقط بزنید یه 11 فقط بزنید اینتر بزنید، اون خودش میزنه تیم هوم 11 اتک های پلاس، مثلا یه همچین چیزی رو خودش به صورت دیفالت وارد میکنه. حالا هنوز زوده برای اینجا برسیدم به اینجا. خیلی خوب میگم اون بعد تو جدول کامپون اول براش تعریف بکنی اون خب دیگه، به خاطر همون میگم برای سرویس و دریافت و بعد اون طرف ارزیابی کنید. خب چرا مسیر ما رو مرحله بعدشه، میگم این همینش الان شما بخواییم بنویسید سخت خواهد بود براتون. بعد از این مرحله بعدی بحث مسیره، بعدش حالت پاسه، بعدش سترکاله. اگر میتونید تو اون بزنید اونتا اون بعد حالا همه بلد نیستن چجوری نیو مچ کنن و به صلاح چیز بکنن، فعلا رو کاغذ بنویسید بهتره. خب رالیش خیلی طولانیه. چون سر بازی وقتی آنالیز رو میشینه تو همون یه باری که داره میبینه باید همه اینا رو بزنه. بله دیگه، بله. فیلم جلوش نیستش، فیلم هستش، یه حالتی داره که یه نرم افزار یه قابلیت بهش میگن استریمینگ بهش میگن. تو حالت استریمینگ شما اگر تجهیزاتش رو داشته باشید فیلم بازی رو با 5 ثانیه تاخیر دارین که وقتی که رالی تموم شد یه بار، نه برای اینکه از رو اون بزنید، برای اینکه اگر چیزی رو جا موندید بیاید رو اون چک بکنید، استریمینگ استفاده میکنید. خب بذارید یه چیز باشه این تیم این طرف شروع کنید. بچه ها چیز باشه، من الان شماره بازیکنها رو اینا رو بهتون میگم. حالا قبل از اینکه الان این تیم سیاه تیم اپوننت ما هستش، این تیم نارنجی تیم هوم ما هستش. خب قبل از اینکه شروع بکنید، اول برای اینکه مشخص کنید که پاسور هم کدوم منطقه است به این شکل بزنید. اگر تیم هوم بودش یه زد خالی میذارید، بگید مثلا پاسور مثلا 6 یا مثلا 1، حالا هر چی هستش، هر چرخشی که هستش. اگر تیم مقابل بود ای زد مثلا 2، مثلا تیمی که میخواد حمله کنه، الان ببین الان این تیم حمله کننده است دیگه. خب پاسورشون هم شماره 2، شماره 2 بنویسید، مثلا می‌نویسید اینجا زد 5، مثلا
اون طرف هم الان فعلا به اون مرحله چیز لازم نداریم. این نفری هم که داره سرویس میزنه شمارش یکه. رانی رو بچه ها الان از همین الان چیز بکنید که نخواهید نگاه کنید، همین الان کاغذ که دیگه الان نوشتن که دیگه میتونید که تایپ نیستش دیگه، آماده باشید الان دوباره میذارم براتونم، میگم کاغذ رو نگاه نکنید، رانی رو حفظ نکنید، هر چی میبینید رو وارد بکنید. یکم نور رو بذارید از اینجا. خاموش شد؟ ببینید قبل حالا اینا ببینید قبل از این هم که بخواید شما وارد بکنید بعد شماره بازیکن رو ببینید آماده باشین که ببینید شماره 7 اینجاست، 18 اینجاست، 13 اینجاست، اینا رو باید تو ذهنتون آماده داشته باشیم. بله فاصله که سرویس رو زد اومد سمت منطقه 5، شما قبل از اینکه اون دریافت کنه دیگه توپ که یهو اینجوری نمیادش که، بالاخره توپ مستقیم میادش، این شماره 7 دریافت خواهد کردش. چی؟ بین چجوری بزنه آخرش؟ حالا بین رو بهتون میگم. حالا اون هم شمارش 12 است. بله. خب. نوشتید؟ بله. خب. بگی من سریع اینجا بنویسم. با دات نمیم. همین تیکه چیز میگی. حالا. یکی دیگه هم چیز بکنیم بعدش بیاین یکی دیگه. قبلش همون فقط همون سرویس رو بگین، شماره 5 هم سرویسه. حالا برای اینکه شما رو ببینید 19 5 12 11 سرویس 11 سرویسه. چه سرویس خراب شده بدش کنید؟ آره اون همینجوری گفتم. اول پاسورد تیم مقابل پاسورد چنده؟ آدم ایس میشه. حالا میدونم شما میدونم شما بلدین ولی این شماره 14 است. نه منطقهش منطقه چنده؟ نوشتید؟ پاسور 5. شماره من گفتم فقط منطقه شو بنویسید. خب چی میشه کدش رو بگیم؟ اول پاسورش چی بود؟ A Z 5 بعد 11 اون بر
سوالی که ایشون گفتن بینا رو برای کی بزنیم؟ اول چیز بین یه چیز توافقیه، قانون خاصی براش نداریم. ولی ببین الان تو به کی نزدیکتر بودش؟ به سمت تو. حالا میگم اون بستگی به توافقی داره که، ولی الان ببین الان اونجا امیر غفور اومده کمک کنه، اونم از میتونی بگه شاید بینه برای این بوده، ولی کلا این الان به فرقایمی نزدیکتر. من باشم میذارم شاید مثلا آنالیزور اونا بزنه برای مرندی بگه این لیبرو بوده فلان بوده. نداره دست راست دست چپ دریافت. چی؟ ببین منطقه پاسو رو ما فقط تو شروع بازی تو نرم افزار وارد میکنیم. فقط من اینو الان برای اینکه بفهمین که تشخیص بدین که پاسو کدوم منطقه دارم میگم که بنویسید. خب شماره شماره 10 اون طرف سرویسه. این ور شروع کنیم با چرخه شروع کنید. خب بریم. یه بار دیگه یازده زد. خب بگین آه آزد فور یا زد فور؟ خب کی پاسو داد؟ اینجا چون یه بازیکن غیر از پاسور پاس میده بهتره که پاسو رو بزنیم. دفاع بعد میپره دیگه توپ خوردش به چیز شدش دیگه. اگر شاید اگر تو زمین نمیخورده خورد تو زمین میتونستیم برای دفاع هم بزنیم، ولی خب اینا هم توپایی که بستگی به قرار چیزا داره. یک
آره باز نه الان تازه شده. خب کسی میاد بنویسه اینا همینجا بذار من توی اینجا فرض کنم بذار یه دونه من اینجا تایپ میکنم. خب بگید اول پاسورد رو بگید. خب 7 چی؟ چی شد؟ قطعه دوزه هم اگه نگرفت آبا؟ نه از پاسور گرفتش ماینس ماینس. حالا این دریافت رو یه قرار دقیق کنی؟ الان دیگه پس بذاریم اگه وقتی سرویس موجیه دریافتم موجیه دیگه بله بله. آره دیگه حالا من نذاشتم اون رو گذاشتم دیگه ام گذاشتم دیگه بذاریم؟ حالا بذاریم بهتره بذاریم دریافت رو سیستم خودش بذاریم. آره دریافت چیه؟ ساینه دیگه ببینید دریافت تقریبا توی سمتر سوم داره اینجا چیز میکنه ساینه بعد خطای پاس ساین کنیم سرویس هم بعد عوضش کنیم دیگه جان الان دریافت اگه ساین آره الان که میخوایم اینجا بعد این جفتشونو اینجوری چیز میکنیم وارد میکنیم. حالا همینو من اگر بخوام از حالت کامپوند استفاده کنم کدش اینجوری میشه A14 اینجوری میشه نه دیگه چون بعد از سرویس چیه؟ در این حالت کامپوندی که حالا بعدم بهتون میگم خب همونو یه بار دیگه فلش کنید تا چک کنید این رالی بعدیه آماده باشید؟ ادامه همون دیگه آره دیگه دو بودش دیگه دفاع کرد یه بار دیگه نگاه کنید همونجا توی پاکسه می نویسن که دیده هم بشه 12 خب بگین پاسور که همون AZ4 چی بالاخره دریافت؟ نه سرویس چی میشه؟ بودو میکی؟ باید هر سه تاشو بزنیم ها؟ خب کی اسپک زد؟ اسپک چی شد؟ کی دفاع کرد؟ بله
بله دیگه. این فرودش کجاست؟ پروازش کجاست؟ فرودش کجاست؟ دو گام برمی‌داره، همه شرایط ساینو داره. پاس، این پاس، پاس بلنده؟ پاس تیزه دیگه، پاس تیز، از توی اکسه با هم داره. نه، ساینه. یک، دو، یک، دو، سه. اون تیم مقابل بگیم شروع کنیم. پاسور، پاسورش چنده؟ سه. این 12، 19، 5، اونم 10، اینم 2. این هم که دفاع کرد 18 بود. یه بار دیگه. خب. پاسور چند بود؟ خب سرویس کی بود؟ آها پاس هم بزن. حالا یه مرحله بخواید، یه مرحله بخوایم پیشرفته تر مثلا اینجا برای پاس بزنیم، میتونید یه بی هم بذارید، یعنی که پاس بک دادش. حالا این حالا نمیخواد بزنید. آره ای تی پلاس او ده ای تی پلاس پلاس او دوازده بی هیجده بود او گفتم، گفتم ما پاسا رو همه رو پلاس میزنیم، فرقی نمیکنه حالا پلاس پلاس پلاس. آه ببخش، ماینوس ماینوس شد. خب این طرف این سیوی زننده شمارش 2ه. یه بار دیگه. این 2ه. این دفاع 1 5 14. این هم که شمارش 1. خب بگین از اول. کیو پاس سرعتی بود. یکی شماره سرعت زن 1 بود. بریم آماده ادامه همون رالی ها، یعنی رالی بعدیش تو همون چرخش.
داور رو دقت کنید. دو ضرب پاسوری. به داور دقت کنید. بریم یکم سخت‌ترش. خب اون طرف این پاسورشون شماره 14 است. 1 5 12 10 عقب 19 هم که دریافت کننده منطقه 1. دو تا رالی رفتش برگشت. چیزی نبودش. یه بار دیگه از اول اونه که جاموندین رو بزنید. دوازده. یه بار با هم دیگه بریم حالا. خب بگو آ فریبال بودش دیگه. توپ رد شدش. توپ ساده اومد تو زمین اونا بعد فریبال میگرفتن عالی هم میرسوندن. فریبال حالا این حالتش مهم نیستش دیگه. ها؟ مهم نیست اما اچ هم باشه چیزه ولی چرا پلاس؟ منفی بود. بالاخره نتیجه چی شد؟ نتیجه چی شد که اون تیم های بال زد. اگر اونو بهتر رسونده بود پاسور هم میتونست بره پاس بده. دو ای اچ پلاس ده ای ایچ سلاش خب چی؟ چه اکشنی انجام داد؟ ولی که این شماره ایچ ده زن اون بر چه اتفاقی افتاد؟ دیک خب پایپ جز کنون دست پاسا بود؟ نه ترکیبی بود. ترکیبی ها چی بود؟ حالت هایی که داشتیم کویک تنس های میدیوم ها اسپک کی بود؟ خب یکم سخته چی؟ بریم؟
این تیم حمله کننده است. منطقه شو بنویسین. نه فرقی نمی کنه، حالا تو دفتر فرقی نمی کنه، یه جور بنویسین یا کنار هم یا بالا هم بنی. شماره 14 سرویس میزنه. ببین الان شما بعد 18 شو بنویسید، صبر کنید ببینید پاسش چی میشه. یه بار دیگه از اول. بنویسیم اونه که جامونده توش سری دومی که میذارم. بریم بله نه واسه رو میاره آره آره میگم آره این رالی رو همونجوری میگم باش خب بریم لیبرو 19 بود. ده یا آده؟ پاسش تی بود. پاسش تی بود دیگه. حالا میریم اونو بحث میکنیم. حالا رو ویدیو من خودشو میگم. خب. 14 سرویس مثبت، سرویسشو میام این 13 دریافت منفی بس میشه سرویس مدیوم مثبت. دریافت 13 آرم ام منفی. 18
ایه اچ پلاس یازده اتک اچ منفی چارده دیفنس دیفنس اچ پلاس نونزه ایه ایه اچ پلاس آ ده اتک اچ منفی آ آنه یازده دیفنس دیگ اچ پلاس گفتم بلاک بعدش دیفنس سیزده ای پلاس یازده اتک اچ منفی نونزه آ نونزه دیگ اچ پلاس چارده ای تی پلاس آ ده اتک اینو توبگیریش سخت بودش دیگه اینجا به دست دفاع هم فکر کنم خوردش یا خطای تو رو شده اصلا هیچی هم که نزنید هیچ اشکالی وجود نمیادش نه چرا حالا چرا اونو فریبال نزنیم به خاطر اینکه این بلند شد اسپک زد انداخت دست پاسور تیم مقابل داره با سه تا هایبال داره دوباره میزنه سه دفاعه حالا این نتونست اسپک بزنه ردش کرد بگیر این برای این اتک حالا اگر همین اگر دفاع نپریده بود ساده انداخته بود دست لیبرو برای شیش اتک نمیذاشتیم برای اونور میذاشتیم فریبال نه اسپک زدش دیگه بالاخره اگه اون پاس چیزا رو پلاس گذاشتیم حالا اگه این پاس بعد دریافت پاس زمینم یا اصلا امیر غفور دوست داره اصلا اونجوری بهش پاس بدن همیشه میگه سری پاس من اونقدر لب تور باشه مثلا اگه پاس بعد دریافت هم 11 حمله نکرده وایسید فقط کلی بار رد کرده دریافتم اسلش میکنه آره دریافتم اسلش میشه اگه یه پاسی میداد که بعد بودش نمیتونه حمله کنه عجز بودش یکی دیگه بریم طولانیه؟ نه خیلی نه خب این ور شماره پنج اون طرف سرویسه یه بار دیگه اینجا یک چیزی که جاموندین تو بار دوم بزنید پرشی فر بده فرقی نمی کنم پرشیه دیگه خب بریم چی براخره؟ ساین همه موافقن ساین؟ خب دریافت کی بود؟ 18 همه میگن منفی؟ خب اونور من اصلا شرط حمله نداشتم اون طرف حالا بریم بعد توضیح میدم بعد از این چی بود؟ پنج ردش کرد کی بالاخره پاس داد؟ خب اون که کار نداریم؟ سیزده اف فریبالو چجوری رسون لیبرو؟
خب بعد دو ای تی پلاس 11 ای تی پلاس 2. خب اگه اون توپ گیریه فقط. خب سرویس کیو حالا دریافت 18 دریافت ساین یا حتی ببین این الان چون رو زمین افتاده داره چیز میکنه منفی هم میشده ولی همون ساین ما با ساین موافق دارم. ساین دو ای تی پلاس 11 اتک تی این تیم یه فرصت مجدد حمله کرد. این توپگیری خوبی نبود. این توپگیری اگر اومده بود بالا یک نفر میتونست پاس بده خوب بود. اینو میتونیم بزنیم چه حالا حتی این پاس هم لازم نیست بزنیم. اگر زدیم نزنیم چون این واقعا پاسش توی شرایط اتک پلاس میدیم دیگه چون فرصت مجدد حمله داشتیم. توپگیری خوبی نبودش. توپو گرفت ولی توپگیری که نبود که باهاش بشه حمله کرد. اون که نمیزنی حالا اینجا 13 فریبالشو پلاس رسوند. دو ای تی 11 اتک پلاس پلاس. بعدش یه بار خطا تور دفاع اتفاق افتاد. الان ببین خطای تور هم افتادش. این خطای تور خطای توری نبودش که اونقدر چیز باشه. همون اسپک پلاس پلاس دفاعشو ولی ماینوس ماینوس میزنیم. دفاعشو میزنیم ماینوس ماینوس چون دفاع هم خورد به تور هم نرسید هم شیرجه زد برای اینکه بعدا ما بخوایم رو فیلم چیزی بخوایم حساب بکنیم. یک خورد به 12 خطا تور داد. حالا در صورت اونی که 12 رو مثلا میزنیم ولی خطا توره رو بعد با ماینوس ما این خطای توری نیستش که با اسلش بزنیم. خطای توری گفتم با اسلش زمانیه که اسپک یه جوری بوده که اون خطای باعث پوانه شده. خب الو چراغ روشن رو. خب پس با روش کد زدن به صورت کلیش هم آشنا شدیم که ما وقتی میخواییم کد بزنیم با یک همچین سلسله مراتبی کدا رو وارد میکنیم. خب ما گفتیم بعد از مین کد حالا میخواییم یه پله بریم جلوتر بریم روی ادوانس کدا. ادوانس کدا از دو قسمت کلی تشکیل شده. که وقتی میخوایم ما ادوانس کد استفاده کنیم دیگه باید تقریبا از کامپوند هم استفاده کنیم. حالا همراه با اینش کامپوند رو هم بهتون میگم. خب کد ادوانس کد دو قسمت داره. یکی به اصطلاح قسمت کمبینیشن یا قسمت کاله که حالا بهشون بدون توضیح میشم و یه قسمت هم که خیلی مهمه برای شما الان فعلا این قسمت مسیرش مهمه. قسمت مسیراست که خب می‌بینیم ما تو همه تکنیک‌های والیبال غیر از دریافت و حالا توپگیری هم که تو یک منطقه خاص اتفاق می‌افته چیزای دیگه مسیر برامون خیلی مهمه دیگه. مسیر سرویس مسیر اسپک خیلی مهمه و باید هم توی چیزمون وارد بکنیم چیزا رو. خب گفتیم دو قسمت تشکیل میشه. مثلا ببین ما گفتیم یک مین کد داشتیم. باز دوباره از اول بگیم. اول بودش ستاره یا ای. بعدش نامبر بود. بعدش اسکیل بود. بعدش تایپش بود. بعد اوالویشنش بود. حالا میرسیم به قسمت ادوانس کد. خب تو قسمت ادوانس کد یه قسمت دو حرفی داریم. دو کاراکتر است. یه قسمتی داریم که از سه کاراکتر یا بعضی وقتا دو کاراکتر استفاده میشه. این قسمتش مال قسمت حالا همون کمبینیشن یا
کال برای ستر کالا استفاده میشه. این قسمتش مال قسمت دایرکشن یا مثلا زون. خب در مورد منطقه بندی ما وقتی بخوایم یه تکنیکی رو اجرا بکنیم، بعد مشخص از کجا شروع شده و به کجا ختم شده. حالا مثلا برای سرویس ما میگیم که مثلا شماره آی میگیم شماره 10 تیم اپوننت یه سرویس داده، یه سرویس فرشی زده و بعد اون سرویسش هم مثلا تبدیل به امتیاز شده. حالا برای سرویس فقط ما دو تا ما یه استارت زون داریم که تو حالا داره میشه اس زد، یه دونه اند زون داریم یک ای زد و این هم حالا قسمت پیشرفتشه. خب میگیم که مثلا این بازیکن از منطقه 1 سرویسش زده به کجا؟ به منطقه مثلا 6. این میشه حالت کلیش. حالا ما توی دیتا ولی چون همه چی رو جزئیات هستش، مناطق زمین توی دیتا ولی به این شکل هستش که ما اگر یک زمین والیبال رو در نظر بگیریم، خب این مناطق دیگه اینجا میشه منطقه 1 6 5 4 3 و 2 دیگه، این مناطق عادی زمین هستش. ما تو دیتا والی زمین رو به 9 قسمت تقسیم میکنیم، یعنی این قسمت ها هم بهش شماره میدیم. برای این چی؟ برای اینکه خب خیلی متفاوته که یه اسپک اینجا بخوابه یا اسپک اینجا بخوابه دیگه. اگه بخوام کل اینا رو 5 در نظر بگیریم متفاوته دیگه. اینا رو هم به این ترتیب میگیم 1 6 5 4 3 2 این ور. بعد از 6 چنده؟ 7 دیگه، 7 8 و 9. یعنی این میشه مناطق زمین که اینجا هم میبینی دیگه 1 و 6 و 5 4 و 3 و 2 7 و 8 و 9. حالا باز هر کدوم از این منطقه هم به 4 قسمت تقسیم میشه. A B C و D فرقی هم نمی‌کنه، تو همش هستش. مثلا اینجا هم فرق نمی‌کنه، اینجا A B C D. حالا اینو بخوایم دقیق ترش یکی هم ازش در رابطه با منطقه زدن سرویسه. چی؟ کداتون یه نو الان اونو هم میخوام بگم دیگه. ببینید ما اگر بخوایم منطقه های سرویس همون منطقه 1 و 6 و 5 دیگه، ولی خب خیلی وقتا اتفاق میفته که از بین اینا سرویس یک سرویسی که از اینجا زده میشه نه 1 نه 6 دیگه. برای سرویس هم برای منطقه‌ای که سرویس میخواد زده بشه دو تا منطقه اضافه تر هم داریم، 7 و 9. 7 میشه بین منطقه 5 و 6 و 9 هم میشه بین منطقه 1. ببینید تفاوتاش هم میدونید، این کسی که از 1 زده با اینی که 9 زده، ببینید تفاوتاشو و واقعا هم اینا فرق میکنه. وقتی بخواید توی سطح بالا کار بکنید مثلا ببینید سرویسش از اینجا که میزنه بیشتر این قسمت میزنه، ولی از اینجا که میزنه میاد مثلا این طرف به نوع پرتابش به اینا. به خاطر همین اومدن اینا رو تقسیم کردن که کاملا واضح باشه. حالا ما اگر بخوایم این رو مثلا یه مقدار دقیق ترش بکنیم، مثلا این ممکنه مثلا زده باشه توی 6، مثلا اگر به اینجا سرویس زده باشه و به اینجا خورده باشه میشه 6 چی؟ 6 6 6 3. و حالا فرقی هم نمیکنه، فقط یه نکته در مورد مسیر سرویس و دریافت هستش، اینکه وقتی که ما میخوایم سرویس رو میخوایم منطقه دریافت رو مشخص بکنیم، اون منطقه رو بعد در نظر، بعضیا میان اون منطقه که توپ با دست بازیکن برخورد میکنه رو در نظر میگیرن. خیلی وقتا هستش که وقتی که سرویس رو میزنن این بازیکنه چون مثلا پنجگی پنج میاد جلو تو منطقه 7 وا میسته
سرویس رو تو منطقه انگار هفت میزنه، ولی اون سرویس رو اگر ورش میکردیم میافتاد تو منطقه پنج. بعد تو محاسباتمون اون منطقه‌ای که قرار توپ فرود بیاد رو در نظر بگیریم، نه این بگیم کجا قطعش کرده. اگر والیبال نشسته باشه که طرف میتونه بپره دفاع هم بکنه دیگه، بس بزنیم سه. نه، اون منطقه‌ای که فرود میاد، اینا برای این برای چی مهمه که شما این منطقه‌های 7 و 8 و 9 رو مخصوصا برای سرویس استفاده بکنید، برای سرویسایی که می‌خوایم فر میدن جلو میندازن، اگر درست زده باشین مشخص میشه. وقتی که یک از به اصطلاح از نرم افزار یه مسیر سرویس ازش خروجی بگیرید، اون سرویسایی که 5 زده باشی همه رو اینجا 5 خورده، ولی اونی که 7 خورده باشه اینجا خورده. توی قشنگ تو مسیرها مشخص میشه، میگیم این بازیکن سرویس جلو هم داره، یعنی شما نیازی نیست که بعدا برید رو فیلم هم چک بکنید. که و اینم که چیز هستش که بزنید این نقاط سابزونش رو بزنید برای اینکه این شکلاتون دقیق تر در بیادش. برای چی؟ مثلا یه بازیکن هستش توانایی رو داره که این لبه خط سرویس بزنه، اینو بعد بزنید 5 30 رو، که اگه همه رو بزنید 5، وقتی که یه تعداد مثلا، خب شما یه بازی رو که از یه تیم آنالیز نمی‌کنید که مثلا یه نفر 10 تا سرویس زده باشه، 5 تا 6 تا بازی می‌کنید، همش که 5 زده باشه همش اینجا میاد می‌خوره تو همین مرکزه، یه عالمه داده به شما میده که توی 5، ولی مشخص نمی‌کنه. ولی اگه زده باشیم 5 3، یکی خورده 5 3، یکی خورده 5 B، یکی خورده 5 D، اینو که بزنید قشنگ از همون خروجی هم به شما میده. به خاطر همین خیلی مهمه که این سابزونا رو هم بزنید. ولی خب واقعا شما الان نمیتونید این توانایی رو ندارید. اینا رو من فقط دارم بهتون میگم که در وقتی گام به گام که پیشرفت، یعنی شما در مرحله اولش شاید فقط این طرفش هم بزنید کافی باشه، تو مرحله بعدش این منطقه رو بزنید، بعدش یه پله، بعد وقتی که شروع کردیم به کد زدن اینا رو یکی به یک برید جلو. خب این مناطقی که اینجا گفتیم، ببین گفتیم استار زون، اند زون، اند زون. جایی که پرتاب میکنه و ضربه میزنه. آره بعضی ها اصلا مثلا میبینی پرتابش اینجاست میاد اینجا، جایی که ضربه میزنه مهمه. یا مثلا از اینجا شروع میکنه میاد اینجا سرویسشو میزنه. یه چین یه بازیکن داشت از 5 شروع میکرد تو 6 سرویس میزدش، ما همینجوری میزنیم 5 7 6 آخرش میرسید. بعدش که شناختش پیدا کردیم، نه دیگه میذاشتیم میرسیم که این میاد از آخر از منطقه 6 میزنه. در مورد چی؟ آره آره، مثلا این میشه این اگه بخواد بعد که این کدو وارد کنید، اینجا مینیوسه 1، اینجا مینیوسه 6، اینجا مینیوسه 3. حالا در مورد اسپک ها همینه، فرقی نمیکنه. یعنی ما توی مسیر اسپک هم همین مناطق رو داریم، 1 6 5 4 7 4 3 2 9 8. تو سابیون چی میشه وقتی استارتون هم اس داده؟ چی؟ اینجا رو میگی؟ آره. خب استارت زون دیگه، استارت زون از منطقه 1 سرویس رو زده. اس چی؟ نه. حالا با اوناش کار نداشته باشی شما. ببین این اولیه مال استارت زون، دومی ان زون. اونش رو نمیدونم، حالا بهتون نشون میدم چی نوشته ساب زونش و چی نوشته نمیدونم. در مورد اسپک هم همین جوریه. شما مثلا داریم شماره، حالا ستارهش گذاشتم، شماره 7 تیم هوم یه اسپک تنس میزنه پلاس پلاس. حالا این اسپک تنس شو از کجا زده؟ از منطقه 4 زده دیگه، مثلا از منطقه 4 زده. مناطقی که گفتیم برای پاس تنس یا 4 یا 2 یا 1 دیگه، یکی از این ستا برای پاس تنس یا برای تو پای های وال فرقی نمیکنه. اونم اگه بخوایم خودتون بزنیم به این شکل میشه که اتک تنس از کجا؟ از منطقه 4 مثلا زده زاویه غلیظ زده اینجا، میشه 7 3. اگه بخواید وارد کنید مونتا نرم افزار، برای اینکه شما نخواهید همه اینا رو وارد کنید که بگین از کجا زدش به کجا زدش و اینا، اومده یه سری تعریف کرده، یه سری اسامی رو استفاده کرده که بهش میگن کمبینیشن اتک، که این کمبینیشن اتک ها کاملا تعریف شده است. که مثلا پاس تیز منطقه 4 اسمش X5،
x5 دیگه. شما وقتی که بعد از این اتکه، بعد از این a که گذاشتیم برای اتک، یه دونه x5 می‌زنید، آره، یه دونه فقط می‌نویسید x5 پلاس پلاس، وقتی کد و به منطقه‌ای که زدش 7-3 می‌زنید، این قسمت رو که اگر وارد بکنید، خود نرم افزار اینجا می‌نویسه، خودش وارد می‌کنه x5، اینجا هم خود به خود می‌کنه 7 که اصلا این قابل ببخش 4 که اصلا اینو دیگه نمیشه تغییرش داد، و اینم میشه 7-3. و وقتی هم که وارد می‌کنید، خودش هم یه اتومات یه خط رو اینجا می‌کشه. آره، این 4 رو دیفالت میده. اینا تعریف شده است برای نرم افزار، اینا رو تعریف کردیم، مثلا x5 پاس تیز منطقه 4، مثلا x6 مثلا پاس منطقه تیز پاس تیز منطقه 2. حالا هر کدوم از اینا یه تعریفی داره، مثلا پاس سرعتی هر کدوم یه تعریفی داره، و وقتی هم که اینو x5 هم وارد می‌کنی، این حالت توپ هم خودش خود به خود میشه تی. اگر مثلا یه پاس سرعتی وارد کنیم، اون حالت توپ میشه کویک. به خاطر همین میگم که الان که شما می‌خواید وقتی این کدا رو میزنید که وارد بکنید، هم تو فعلا تو شروعش همون تی رو بزنید کافیه، ولی بعدها یه ذره که راه افتادین فهمیدین چی هستش، دیگه به جای این اتک تیا میایید پاسش می تازه یه باز یه کمک دیگه که نرم افزار به ما میکنه اینه که یه سری چیزا رو میتونیم براش تعریف بکنیم که وقتی کمبینیشن اتک رو میذاریم، دیگه حتی لازم نیستش که ای اتک رو هم بذاریم، یعنی بخوایم یه حمله رو بنویسیم فقط همینجوری می‌نویسیم. خلاصش میشه اینجوری، گفتیم ستاره هم نمیخواد، 7 x5 پلاس پلاس مثلا 6 دی مثلا، اینو وارد میکنیم یه همچین حالتی میاد، اینجا میشه 0 5 x5 اینجا اینش میشه 6 دی، این مسیرش هم میخوره اینجا، خودش خود به خود ساب مثلا تو سیستم ساب میشه. اون پاسش، اون بحث پاس باز جداست، اون باز بحث ستاریکال میاد اینه، ولی برای حملش اینجوریه. حالا الان یک آره، اون دو تا حالت داره برای بحث وقتی توپایی که میخوره به دست دفاع. یه حالتش اینه که شما در نظر میگه هر چیزی تو این بوده که این اسپک مشخصه دیگه، از نوع حرکت اسپوک از منطقه‌ای که داره ضربه رو میزنه مشخصه که به اصطلاح کجا میره، به خاطر همین شما میتونید بزنید 7. حالا یه حالتی هم داره تو نرم افزار که باز اون به تو حالت شکسته است، که مثلا ما میگیم توپ خورده به اینجا، با موس میایم یه فلش اینجوری مثلا میگیم که توپ خورد رفت به سمت منطقه زاویه و بعدش هم خورد به دست دفاع به این طرف رفت. این حالت شکسته هستش که یه مقدار فقط یه مورد هم اینا فقط در حد این که اینجا بهتون بگم در مورد مناطق بگم. یه مدل منطقه بندی دیگه هم هستش که اصلا ذهنتون تو اینه، این مال حالت پیشرفته است که کم هم استفاده میشه. یه سری از آنالیزورا به این حالت میگن حالت کنز بهشون میگن. این حالت کنز منطقه بندیش فرق میکنه دیگه، تقریبا برعکسه. چیزی هست مثلا اگر بخواید وارد بکنید، اینجا میشه 1 2 3 4 5 6 7، وارد اینا هر کدوم اسپک هر جا بره اینا، بعد اینجاها وارد بکنید. بعد وقتی که شما حالت دایرکشن وارد میکنید، خروجی که نرم افزار به شما میده یه اینجوریه، مثلا یه همچین حالتیه که مثلا این به شما نشون میده که این بازیکن چی زاویه مثلا بیشتر میزنه. تو اون حالت میادش به این صورت نشون میده، مثلا یه اینجوری میذاره، مثلا میرسه اینجا 70 درصد، اینجا مثلا میذاره 30 درصد، مثلا یه همچین تفاوتی هستش که این حالت من این حالت رو بیشتر ترجیح میدم، چون حس میکنم از این حالت ما وقتی که خود اینو میبینیم چیز بیشتری داریم تا نسبت به دایرکشن. حالا میگم اینا مطالب یه مقدار پیشرفته تریه، چون دیگه امروز هم مطالب جدیدتری بهتون نمیگم، فقط الان تمرین میکنیم این چیزها رو. و همون بحث چون میخوام یه مقدار چیزشم اون بحث رو کامپوند چند تا مثال با کامپوند میزنیم. چی؟ آره، این اگر بخوایم حالت عادی بزنیم میشه اتک تنس از منطقه 4 به منطقه 7-3 مثلا،
این حالت چیزش اینجوری میشه. تو همین چیز آماده کردم، توی این پاورپوینت هستش، تعریفاش هم بهتون گفتم. ببینید تو ما توی مسابقه تقریبا یه تعداد پاس مشخص داریم، اینجوری است که خیلی تغییر بکنه. پاس ها معمولا یا تیز منطقه 2-4 یا پاس سرعتیه که مثلا کوتاه باز و بسته و بریده و کوتاه پشت یا هایبال دیگه. اینها رو میگم کلا فکر کنم در 12 تا پاسه. اینها رو کم کم بعد از اینکه چیز بود اینها کاربردی هم و باز حالا باز دوباره بهتون میگم. توی نرم افزار باز یه چیزی که به شما داده، میگم اولش وقتی من اینا رو میگم همتون براتون یه کار عظیم و کاریه، ولی خب نرم افزار اومده اینو برای شما راحت کرده. این راحتیش هم اینه که اومده مثلا به شما کیبورد لپتاپتون رو میتونید خودتون تعریف کنید که هر کدوم از کلیدها چه کاراکترهایی رو چیز کنه. مثلا میتونید بذارید مثلا کلید F5 رو تعریف کنید که وقتی شما F5 رو میزنید بزنه خودش X5 مثلا. این سری این کارا رو میشه کردش، متو هنوز زوده برای شما. ما الان چیزی که از شما میخوایم اینه که توی شروع همین ادوانس مین کد رو تشخیص بدید و اگر دایرکشن رو تونستین بهش اضافه کنید که چه بهتر، اگر نه همین قسمت مین کد رو بتونید وارد بکنید، ابتدا توی کاغذ و بعدش هم توی نرم افزار. یه استراحت بکنیم، بعد از استراحت سعی کنید توی این استراحت این نرم افزار چیزو نصبش بکنید، مدیا رو همه تو فکر کنم نصب کردید. من فقط این که چجوری شروع کنید بازی رو تو شروع کردن رو بهتون یاد بدم، بعدش چیز بشه. این نرم افزاری که اینجا هستش نرم افزار DV4 مدیاه. این نرم افزار برای حالت VIS مسابقات، حالا بیشتر توی مسابقاتی که تحت نظارت FIB برگزار میشه از این نرم افزار استفاده میکنه. یه سری محدودیت ها داره، مثل مسیر اسپک، اون کمبینیشن ها اینا رو نداره، فقط همون قسمت مین کد هستش که شما میتونید توی نرم افزار وارد بکنید و برای اینکه تو شروع بتونید کارتون رو انجام بدید در حد شما کفایت میکنه. قبل از اینکه بخواید محدودیت نداره، نه قبل از اینکه بخواید چیز بکنید بعد شما تیما رو تعریف کنید. یک تیم رو اگر بخواید تعریف کنید نیو رو میزنید، یک کد برای اون تیم تعریف کنید، مثلا سایپا مثلا یه سه حرفی و اینجا هم اسمش رو وارد میکنید. بعد شروع میکنید بازیکن‌ها رو، اول شماره شون رو میزنید، یک کد، حالا اینو برای آینده میگم براتون که خواستیم ما نرفتیم، کد هر بازیکن سه حرف اول اسم، سه حرف اول فامیل، خط تیره سه حرف اول اسمو. این پایین هم خودش گفته که اینه. من مثلا میگم مثلا شماره یک مثلا شوکابیه، مثلا تو این شو اینو وارد میکنید اینجا، حالا بزرگ کوچیش فرقی نمیکنه و بعد اینجا هم پستشو مشخص میکنید، پستشو مثلا مشخص میکنید، سرمربی، اسیستنتا، اینا رو همه بازیکنایی که اینجا نیو رو که میزنید این خب نه این قبلا بعد اینجا بیاین اینجا تیم رو بزنید، این بالا سمت راست تیم. خب نه آخر رفتیم تو بازی، شما رفتیم بیاد بیاین رو صفحه اول، جلوتر از من رفتیم به خاطر هم بازیکن‌ها رو وارد می‌کنید. همه پست‌ها رو مشخص نکردید مهم نیست، ولی لیبرو رو حتما باید مشخص بکنید. لیبرو هم اینجا می‌تونید یه ال مثلا اگر بذارید اون تبدیل میشه به لیبرو از اینجا می‌گیره. کل بازیکن‌ها رو باید مشخص کنید، دقت هم بکنید که شماره تکراری نداشته باشن و کدوان یه وقت اگه حالا خیلی کم پیش میاد دو تا بازیکن دقیقاً کد اسمشون یکی بودش یه تغییری بدید که این چیز بشه. ببینید الان مثلا ببینید این تیم برزیل و به اصطلاح چیزش مشخصه دیگه، آماده هستش اینا. تیم‌ها رو اینجا مشخص می‌کنید. بعد قبل از اینکه بخوایم بریم وارد چیز بشیم، اینجا یه قسمت داریم به اسم کیبورد ریمپینگ. توی تولز کیبورد ریمپینگ. اینجا یه سری کلیدا رو
تعریف کرده اینها رو همه رو پاک میکنید، روش کلیک میکنید، یه بک اسپیس میزنید، پاک میکنید، آره همه رو پاک کنید، دو تا کلید داریم شه N Rally Left N Rally Light. این برای اینه که شما وقتی که یک رالی تموم میشه، گفتیم از سرویس شروع میکنیم تا آخرش تموم شدش، بعدش برای این که مشخص کنید که کدوم تیم امتیاز رو گرفته، کدوم یکی چیز شده به اصطلاح امتیاز از دست، رالی رو که بخوایم عوض کنیم باید با همین کلیدهای N Rally Left و Right استفاده کنیم. پیشنهاد من اینه که N Rally Left رو کلید پیج آپ رو براش تعریف بکنید، این خیلی مهمه، کلید انرالی لفت رو پیج آب لپتاپتو ماشین حساب داره نداشته باشم پیج آنه، بعضی از لپتاپ ها با اف این این، حالا اگر این بولش یک کلید رو براش تعریف بکنید و انرالی رایت رو پیج دانه براش تعریف بکنید. اینای دیگه هیچ کدوم لازم نیست اصلا ما براش کلید تعریف کنیم، ولی این کرکترهایی که لازم هستش رو باید استفاده بکنیم. باز اینا کاملاً سلیقه‌ای و شخصی، هر کس بر اساس کیبورد لپتاپ خودش هر جا که راحت هستش. من خودم مثلا این ای کوچیک رو اومدم، اگر لپتاپتون کنار عدد یک یه دونه کلید داره دیگه، مثلا من اومدم ای کوچیک رو اون کلید رو تعریف کردم، میام اینجا رو که باز میکنم اون کلید رو که بزنم اون علامتش میاد و اینجا اوکی میشه. ستاره رو اصلا لازم نداریم که بخوایم بزنیم، مثلا علامت تعجب و خب حالت عادی شما باید شیفت و یک رو بگیرید دیگه. این کار زیاده، من اومدم این کلیدها رو همه این کلیدهایی که بالای اینتر هستش، علامت بزرگتر کوچیکتر، علامت اسلش یا علامت اون، از این علامتهایی که اینجا هستش از این کلیدها بعد استفاده بکنید، این علامت ها رو روش تعریف بکنید، هر کس بر اساس جایی که راحته. حالا بذارید من یه لحظه بگیرم بالا لپتاپ رو ببینید. ببینید این کلیدهایی که این قسمت هستش، حالا اکثر کیبوردها اینجوری هستش دیگه، از این کلیدا، از منفی مثبت که برای خودش مثلا میتونید منفی رو بذارید، منفی مثبت و مثبت، این کلید اسلش هم که حالا این بک اسلش، اسلش رو میتونید روی این تعریف کنید، این دوتا علامت پلاس پلاس و ماینوس ماینوس رو مثلا میتونید تعریف بکنید براش، این دوتا علامت مثلا ساین، این خودش اسلشه، یا مثلا اینجا نقطه که داره، این بغلیش هم مثلا من اومدم دو تا نقطه گذاشتم که اگر یه موقع دستم